بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. جمعه 22 ماه جولای سال 2016 میلادی و برابر است با اول مه، بله چی؟ مرداد. ببخشید الان بچه های مدرسه میگن آقا ما 2 ماه دیگه میخوایم خوش باشیم. اول مرداد، کم کم دیگه ترتیب ماه های ایرانی هم از یادمون میره. آقای خورسندی گفت وای بر من که نانم شد برد، آبم شد واتر و جمعه ها هم شد یک شنبه. خب دوستان عزیز، امروز ساعت 3 بعد از ظهر قرار هست که با آقای عباس سعیدی باشیم. آقای عباس سعیدی ماتریالیسم هستن و بحث هایی که میکنن جالبه. خود من این معنی ماتریالیسم رو نمیدونستم. ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، رومونم نمیشه به دیگران بگیم نمیدونیم، همینجوری زیر سیبیلی ردش میکنیم. در هر صورت بذارید ببینم اینجوری صدا بهتره. بعد خب دوستان روی فیسبوک هم میتونید برنامه های ما رو ببینید و از این بابت ممنون و متشکرم. من بعد از برنامه زنده ویدیوی فیسبوک رو بر میدارم که دوستان بتونن از آرشیو خودمون و از یوتیوب ببینن، چون طبق پیشنهاد دوستان ما این کارا رو که میکنیم. قبلش هم میدونم وقتی شما 10 جا تقسیم بشی، مثل یه نفر میمونه که 10 تا بچه داره، خب مسلماً این هیچ وقت نمیتونه به درس و مشق و تربیت و لباسشون برسه. ولی اگه 2 تا بچه داشته باشی، 1 کی داشته باشی، لباسهای بهتر، تربیت بهتر. ببینید این بنده خدا هی شا به شما گفتا، گفت فرزند کمتر آسایش بیشتر، ولی خودش از همه بیشتر بچه درست کرد. تازه اینایی هن که ما میدونیم، اونایی رو که پول دادن سر صداشو بالا نیارن بعدن معلوم میشه. و اما ترامپ بر شما مبارک باد، بعد از 3-4 روز نمایش و مسخره بازی در کلیولند، بالاخره دیشب آقای ترامپ 1.5 ساعت زرزر کرد. مزخرف‌ترین، طولانی‌ترین صحبت و پردروغ‌ترین وعده‌های رئیس جمهوری رو داده. حالا باش تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. هفته آینده در فیلادلفیا کنوانسیون یا همین کانونشن یا گردهمایی بزرگ دموکرات‌هاست، خانم هیلری کلینتون به اتفاقان همدستانشون، اینها چون دزدان سر گردنه هستن، میتونی بگید همدستان، همگنگ ها، و میان برای شما صحبت میکنن. احتمال 99% که چه عرض کنم، احتمال 100% ایشون هم یه مش دروغی میگه و بیچاره من و شما که باز باید وایسیم با گرونی، با مالیات، با 1001 مشکلات دیگه بسازیم. آقای سعیدی سر ساعت 3 به من زنگ بزن، چون شماره تلفن شما رو نمیدونم کجا. ضمناً شما اگه میخوای برنامه تلویزیونی داشته باشی باید more responsive، یعنی هم responsible باشی، مسئول باشی، هم ریسپانس کنی، هم اینکه پاسخهای مردم رو بدی. من برای شما ایمیل زدم، نوشتم که این عکسایی که فرستادی اینجوری دراز، بغلاش سیاه میشه، بذارید دوستان الانم بهتون نشون بدم. اجازه آقای سعیدی گذاشتم، اوکی. ایشون 2 تا عکس فرستاده، یکیش با فوکل و کراوات بود، این یکی خودمونی تره. ببین آقای سعیدی، عکسی که شما میفرسی اینجوریه، یعنی حقیقتا این 2 تا در باز شده، شما از لای در داری ما رو نگاه میکنی، در صورتی که اون عکسی که من به شما میگم بفرستید اینجوریه، اینجوریه. ببینید تمام صفحه رو میگیره. حالا خود شما به من بگو کدومش با مردم ارتباط بهتری رفتار میکنه، برقرار میکنه، اینی که ملت میتونن برن داخل چشم من، میدونید که میگن چشم دریچه روحه، یا اینی که شما اجازه بدید پلیر 4، اینی که شما اون دور وایسادی.
حالا ما میتونیم بیایم اینقدرش رو نشون بدیم، چی میگن اینقدرش رو اینجوری نشون بدیم، ولی فایده ای نداره. در اصل لطف کن یه عکس خوب خوشگل، لازم هم نیست بری عکاسی پول خرج کنی، دوربین تو 90 درجه بچرخون. بارها گفتم اگر این دیگه این روزا وقتی میگیم دوربین منظورمون همون تلفن دستی تونه. تلفن دستی ها رو اگه اینجوری میگیرید، عمودی میگیرید، عکس میگیرید، لطف کنید بچرخونید اینجوری عکس بگیرید. یه هر روز ما اینو گفتیم. ممنونم از دوستانی که نامه نوشتن، ممنونم از آقای جمشید، اسمش رو نوشته، ترسو نیست، حتی هوشنگ ترسو هم مینسه هوشنگ ترسو، باز ما از تشکر میکنیم. ولی اونهایی که هنوز شخصیت ندارن و به اصطلاح به اینجا میگن لو، آدم های پس فطرتی هستن و اینها، اونها ممنونیم که میشینن برنامه رو نگاه میکنیم، ممنونیم که نامه مینویسیم. ولی خب چه فایده ای داره شما این فایده نامه رو اینجوری مینویسی؟ نمیدونم حالا، الا اینکه یه مرضی داشته باشی با نوشتن این نامه ارضا بشی، بازم خوشحالم که اقلا تو رو زنده نگه میدارم که باز روز دیگه بشینی و من رو ببینی و بیشتر حرص بخوری. اگر وقت که دوست داشتی میتونی بیای صحبت کنی، مهمان ما باشی. و اگر هم این پاجمشید و دیگران گوش کنن، یک بازی جیمز باند بازی و جانی دالر بازی هست، مواظب خودتون باشید. از قدیم گفتن یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دامی، یه چیزی اینجوری. سالها پیش یه طرفدار مجاهدی که خلبانم بوده این بنده خدا زنگ میزد اینجا، بعد فحاشی میکرد، فحاشیش گروه پدرش، رسید به جایی که شروع کرد تهدید کردن و اونم مثل شما فکر میکرد اگه خط رو عوض کنه و نمیدونم مشق رو عوض کنه و بره یه تمر دیگه بزنه روش و اینها معلوم نمیشه. در هر صورت بعد از مدتی یه شب من اومدم بعد از کار اینجا، دیدم آقا زنگ زده، تلفن ما هم حالا یا مال ما خراب بوده یا مال اون خراب شده، شمارش افتاد. زنگ زدم بهش گفتم دوست عزیز ببین این کار رو نکن، این کار درست نیست. گم نیکنم هر کاری دلت خواست میکنم. بردیمش دادگاه. گوش کنید دوستان، توی دادگاه من نگران بودم که این الان قلبش وای میسه، سنکوب میکنه، رنگش شده بود مثل دیوار، مثل گچ سفید. و از خودم پرسیدم چرا یه احمقی، اون طرفدار مجاهد بود، چرا یه احمقی باید اینقدر احمق باشه؟ خب آقا طرفدار مجاهدی، جون درا بلند شو برو عراق، یه تیر ناحقم به تو بخوره شهید بشی، عکستو بذاری اونجا، خانم رجوی هم بیاد 4 تا لاست بزنه با آمریکایی‌هایی که دعوت کرده، عکس توی احمقم اونجا باشه. نمیخوام با اونای دیگه که کشته شدن چیز کنم، ولی آخر نشستی تو آمریکا تو الکساندریا بمانه. خلاصه این کار رو دوستان استاپش کنید، این کار، این بازی خطرناکیه. و همون که گفتم یک بار جستی، دو بار جستی، اینی که به نام خانم فلانی از فلان تلویزیون بیای نامه بنویسی و اینها، به جایی نمیرسی. انسان بشید، نمیخوام بگم مرد باشید، انسان باشید، شجاعت داشته باشید، شجاعت داشته باشید. اگه با من مخالفی بیا بگو من تو این رشته یک شما حرف زنی مخالفه، برنامه بگیر چیز کن. همین احمق نوشتی که شما فکر کنید ما نمیدونیم، این همه پول از نیاک میگیری بعد میای تو تلویزیون میگی مردم حمایت کنی که کاور کنه. خب احمق، گیرم که من این همه پول از نیاک میگیرم، این همه پول از جمهوری اسلامی میگیرم، ما که داریم به شما میگیم با ساعت 20 دلار بیا برنامه بذار، اگر شما احمق نباشی میای استفاده میکنی، پولاشو اونا میدن، شما روزی 10 ساعت برنامه بذار تبلیغ کن، یعنی از وسایل امکانات گرون اونها شما به ارزونی استفاده کن. احمقی، اگه احمق نبودید شاه اللهی نمیشدید، اگه احمق نبودید رجب اللهی نمیشدید، اگه احمق نبودید هیچ اللهی حزب اللهی نمیشدید، احمقی که این کار میکنید. خب آقای عباس سعیدی رو گفتیم، امروز آقای حسن ارشاد، خوشحالم دومین جلسه بعد از ماه رمضانشون رو دارن، حسن ارشاد جلسه 89، این آقا ببین از توی ایران 89 تا برنامه گذاشته، شما تنت بیل خورده.
تحلیلی از قصه تخریب قبور یا مقبره بهائیان. بعد یه چیزی نوشته ایشون، من متوجه نشدم، حالا میخوام برنامه‌اش رو نگاه کنم متوجه بشم. کپی رایت طرح روحی برای مؤسسه خیریه راکفلر بود. یعنی شما میگین این ماجرای کپی رایت و حق تألیف و فلان اینا رو، فقط حق تألیف هم نیست، این رو آقای روحی درست کرده، نمیدونم. در صورت برنامه حسن ارشادم جالبه، نگاه کن. و اما حسین لط کرده از ایران تماس گرفته، ماجرای آقای محمود قربانی رو گفته. حسین جا ببین، اگه شما پول داده باشی به آقای محمود قربانی $100,000 که در اون برنامه مثلا شما جاج باشی، یا اینکه توی اون برنامه مثلا زیرش بنویسن چلو کبابی و حسین، یعنی یه پولی از شما گرفته باشه، یه قولی به شما داده باشه عمل نکرده باشه، شما میتونی رسما شکایت کنی، بیای تو دادگاه آمریکا یا هر جایی که بهش پول دادید یا هر جایی که اتفاق افتاده شکایت کنی ازش. اگه این آقا رفته یه دختری، یه زنی، یه کسی رو گول زده، شما نمیتونی وکیل اون باشی. مدت ها پیش این آقای دکتر محیط بعد از اون ماجرای اینکه تجاوز که نه، چون اون خانمان خودش میخواسته توی مطب پزشکیش خر سواری کرده، اون زنه خر شده، اینم سوارش، بعد دادگاه رفته، تو دادگاه تبرئه شده، بعد نظام پزشکی جواز یا لایسنس یا اون چیز نظام پزشکی رو، جواز نظام پزشکیش رو باطل کرده. یه آقای زنگ میزد اینجا، همیگو آقا چرا اینو را دادی؟ میگم آقا تو به دادگاه آمریکا باور داری؟ میگه بله. میگم خب تبرئه شده. میگه نه آقا اینجوریه. میگم آقا به زن و بچه تو تجاوز کرده؟ خب این که تو کالیفرنیا، تام تو کالیفرنیا هستی، برو بزنش، برو بکشش، برو شکایت کن به من، چه من که شعبون میموخ تو نیستم. 40 دقیقه دیگه با آقای عباس سعیدی، نگفتم سعید عباسی، عباس سعیدی خواهیم بود از واشنگتن. ایشون درباره ماتریالیسم، جنبش چپ، تفاوت ایسما صحبت میکنه. یه دوستی قبل از برنامه با من تماس گرفته بود، نوشته بود که سوربی جان امروز درباره چی میخوای صحبت کنی؟ من نوشتم که به اصطلاح اینقدر چیزای مختلف میخوام صحبت کنم که اگر بنویسم درباره چی، خود اون میشه یه مقاله یا میشه یه جزوه یا یه کتاب، پس بهتره که بیای ببینی. چون از قدیم گفتن، شنیدم که بود مانند دیدن، البته به شوخی یه چیز دیگه هم میگفتن که خودتون اون جمله رو بعدن کامل کن. در هر صورت ماجرای حسین رو داشتم میگفتم، پیغام گذاشته، اجازه بدین تا وصل هستیم پیغام ایشون رو هم بشنویم و در مورد ایشون هم صحبت کنیم. این صدا رو هم من بیارم اینجا نزدیکتر که دوستانی که توی فیسبوک هستن گاهی گله میکنن که صدای دوستان از تلفن و اینها به خوبی شنیده نمیشه. بذارید ببینم، این هست آقای حسین آقا از شمال ایران. ببر بفرمایید. سلام، حسین هستم از شمال ایران. بابا این فایل صوتی تو بذار توی خود مردم ریپورت، یه آپشن درست کن مثل این موسیقی ها هست اونجا که حالا بایگانیشو داری فایل صوتی. عزیز من حسین جان، شما به حرفای من اگه توجه کنی، اولا مردم ریپورت بله سال 2009 مال من بود تا 2011. 2011 اونی که صاحبش هست بی نام و نشان، کسی که شما نمیشناسین این شخص کیه ولی مشخصات همه شما، آی پی همه شما رو میگیره، اون مردم ریپورت دات نت مال من نیست. مردم ریپورت دات کام هنوز مال منه و اون رو هم اگر کسی بخواد میتونم بهش واگذار کنم، چون من توان و کشش چند جای مختلف کار کردن ندارم. حقیقتش باور ندارم که یه نفر مثل آقای حقا که میگو من 28 جا رئیس هستم، اینها معمولا هیچ کاره هستن. اون وقتا میگفتن آدم یه جا همه جا، آدم همه جایی یا هر جایی هیچ جا، مثال خوبی هم بود. شما نگاه کن یه نفر مثلا 30 سال یه جایی مغازه داره، همه میشناسنش، ولی یه نفر هست
هی میگه من مغازم از اینجا رفت اونجا، از اینجا رفت اونجا، از اینجا رفت اونجا. وقتی هم یه نفر میخواد آدرس بده میگه والا این آخرین باری که رفتم من مغازش مثلا توی وینا بود، حالا دیگه نمیدونم اونجا باشه یا نباشه. دوست عزیز و گرامی، اولا من خیلی خوشحالم که شما چنین دانشی داری از کامپیوتر، بندویت و اینا رو میدونی. بعد من مثلا گذاشتم روز ساوند کلاود، بعد میگه برداشته شده، برای با حجم کم گذاشتمش روی یوتیوب. خود شما میگید که یوتیوب فیلتره. نمیدونم ای کار، شاید حقیقتا شماها نباید تلویزیون نگاه کنید، شاید باید بریزید تو خیابون پدر این آخونده رو در بیارید، بگید آقا این حق شماهایی که میگفتید انرژی اتمی بود، چی بود، هسته‌ای حق مسلم ماست، بگید بابا ارتباط اینترنتی حق مسلم ماست. این آمریکا اگر صادق بود گفته بود که ما میخوایم از طریق ماهواره برای کشورهایی مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل ایران که هم دیکتاتوریه هم فناتیک، عقب افتاده ها، بنیادگره ها اونجا هستن، ما میخوایم از طریق ستلایت اینترنت بهشون بدیم. باور کن اگه اینترنت داده بودن اصلا جنگای دنیا از بین میرفت. بعد فهمیدن که آقا اگه اینترنت بدن کسی نمیره جنگ کنه، آدم ها آگاه میشن. گفت نه آقا اشتباه کردیم، فعلا اینترنت رو بذار اسلحه ها رو بفروشیم، بذار تانک ها رو بفروشیم، بذار این شیعه سنی رو بکشه، سنی شیعه رو بکشه، اسرائیل و آمریکا هم این وسط خوشحال باشن. و نمیدونم در هر صورت حسین جان، من امکاناتم اینه، فیسبوک، یوتیوب، وبسایت خود مردم. حالا چون شما میگی مردم ریپورت، ببین عزیز من مردم ریپورت هم آمدم دیروز یک برنامه صدا اونجا گذاشتم، ولی باور کن خب کار میگیره. شما هم لطف کردی به تعارف میای میگی بله میدونیم زحمت میکشید فلان، ولی تعارف شما چه فایده ای برای من داره؟ مگه ما ضرب المثل نداریم ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا، یا ز صحبت کم کن و بر مبلغ افزا؟ بله من آمدم اینجا توی این صفحه نوشتم این هم صدای برنامه سربی با مردم تقدیم به شما. خب میزنم بفرما، میبره ما رو توی ساوند کلاود، بعدم شروع میکنه اون صحبت کردن. این فایدهش برای من چیه؟ بله 5 نفر رفتن. بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشتید، 5 نفر رفتن اینو نگاه کردن یا برداشتن گذاشتن روی به قول شما روی فلش و توی ماشینشون گوش دادن یا هرچی، برای من چه سودی داره؟ آقا من که نیومدم مثل دیگران دروغ بگم جانم فدای ایران، جانم فدای شما، قربونت برم. من به سختی اصلا فکر نمی کنم به کسی تو تعارف ها بگم قربونت برم، برای که این دروغه، چه قربونت برم؟ خب شما لطف کردی نوشتی من اگه بیام آمریکا روز 50 دلارم میدم اینا. خب آقا اگه اینجوری شما امکانت اینو داری که از اونجا مای 20 دلار بفرستی که ما بفرستیم اینو روز ساوند کلاود پولی، که دیگه هی نخواد ویدیوهای قبلیمونو برداره، هی ما نخواهیم یکی یکی بریم اونو برداریم اونو بذاریم. نمی کنیم، هممون فقط می خواهیم. همین خواستن زیاد به این روزمون انداخته، اگر شاکی هستیم. اگر هم خوشحال هستیم شاید همین خواستن زیاد به این روزمون انداخته. زیاد خواستیم، رفتیم زیاد تلاش کردیم، الان به اون چیزی که می خواستیم رسیدیم. در هر صورت نمی دونم چه باید کرد، سعی و تلاش خودم رو می کنم و امیدوارم که چیز باشه. اتفاقا برای این دوستمون نوشتم اگه میخوای یه ویزای توریستی بگیر بیا آمریکا، گشتی بزن، اگر میتونی وایسادی دوست داشتی وایسا اینجا کار کن. و جالبه خیلی از این ایرانی ها که تو ایران هستن الان نمیخوام بگم بیشترشون، خیلی هاشون خارج بودن، از خارج خسته شدن، سرزده شدن، برگشتن رفتن ایران، اونجا زندگی میکنن، اونجا فقط نق میزنن. یه دوستی رو پریروز دیدم گفت که نبودم، یه 2-3 ماهی رفته بودم ایران و اشتباه کردم ماه رمضون رفتم، ولی یه چیزی برات بگم با همه اینا آقا خیلی خوش میگذره. گفتم چرا؟ گفت اولا ایران تهران سه قسمته، از نمیدونم دروازه گمرک، از کجا ما تهران بلد نیستم، تا مولوی یه نوع آدم، یه نوع زندگی، یه نوع وسیله هست، از مولوی تا میدون ولیعت نمیدونم یه نوع، از اونجا به بالا یه نوع، و شما انگار رفتید تو سه جای مختلف.
بعد این دوستمون میگفت که با اتوبوس سیر و سفر یا سیر و سیاحت رفتم مسافرت. گفت در حین راه وقتی صحبت میکردیم و اینا، اون میدونه دیگه این ایرانی ها قشنگ شما رو میشناسن که از خارج اومدی، حتی میدونن که از آمریکا اومدی. گفت شروع کرد خوش به حال شما و اینها و آمریکا زندگی میکنی، اینا بهش گفتم بابا آمریکا هم اینجوریه اینها. گفتم خب حالا شما که اینجا هستی وضعیت رو بگو ببینم چجوریه. اولا جوونی به نسبت من، چند سالته؟ گفت 48. بعد گفتم خب اوضاع؟ گفت بله اتوبوس مال خودمه، خونه دارم، خانمم کار نمیکنه، نگرانی ما اینه که الان میخوام برای پسرمون خونه بخریم. گفت دیدم ماشاءالله ورزشکارم هست. گفتم خب سلامتی تو اینا الحمدلله خوبه. گفته آره اون که هفته ای سه بار با خانمم میرم جیم، میریم ورزش میکنیم یه ساعت دو ساعت. دوستان شمایی که تو آمریکا هستی، کدومتون خونتون مال خودتونه؟ کدومتون جرأت دارید دو ماه قسط خونه رو ندید؟ گیرم که خونه مال خودتونه. کدومتون جرأت دارید یک سال پول مالیات محلی رو ندید؟ من اینجایی که زندگی میکنم ما سالی 12,000 دلار مالیات باید بدم، ماهی 1,000 دلار. اگر یه ماه هم مریض بشی قسط ندی، میان خونتو میذارن دم دادگاه میفروشن. نمیدونم. در هر صورت call the geek squad at Best Buy, then they will help you over the phone and not charge you. Very good, very good. خب یه دوستی نوشته که یه دوستی داره نابیناست یا دید چشمش ضعیفه و احتیاج داره یه کسی تو با کامپیوتر براش کار کنه، حاضر پولم بده. ببینید آمریکایی‌ها اینجوریه، حاضر پولم بده. یه نفر دیگه نوشته که زنگ بزن به بست بای، فکر کنم این دوستمون ایرانیه، اونا رو تلفن بهت میگن چجوری درستش کن. ببینید اصلا این نخونده که آقا این طرف نابیناست، با تلفن بهش میگن چی؟ با تلفن بهش میگن دکمه شماره 16 از راست دکمه شماره. البته این دوستان نابینا بعضی هاشون از من و شمایی که بینا هستیم واقعا بهتر میتونن با کامپیوتر کار کنن. الان میدونید که یکی از این آقایون آقای سیروس حبیب هست که داره میره برای اینکه بشه لوتنت، معاون به اصطلاح فرماندار، و ایشون هم اسلوگنش اینه، یعنی اون شعار یا تبلیغ انتخاباتیش اینه، میگه من چون در بچگی چشمامو از دست دادم مجبور شدم که از گوشام بیشتر استفاده کنم و شنونده خوبی باشم و مردم من حرف شما رو میشنوم. ببینید چقدر قشنگ از اتفاق بدی که براش افتاده به نحو احسن داره استفاده میکنه. خب ماجرای حسین در ایران باز ادامه بدم. حسین نمیدونم نقل زیا گفتی یا نقل آقای قربانی گفتی که اینا گفتن که ماشاءالله همه برنامه رو هم نگاه میکنی، با منصور سپروک صحبت کردن، طرف گفته که 9 میلیون دلار خرج کردن. بذار یه ماجرایی رو من برات بگم. توی آلمان من بودم و دوستمون خدا بیامرزتش فوت شد، آقای جوونم فوت شد، آقای اسحاق بختیاری مهندس مکانیک بود، با خانمش ازدواج کرده بود، اینجا بچه هاش آمریکایی بودن، از آمریکا دنیا آمده بودن، سه تا دختر بلند شده بود آمده بود ایران، بعد از انقلاب دیده بود جای زندگی نیست. اونم همزمان با ما همون 1984 پنج سال بعد از انقلاب آمده بود بیرون و ما با هم توی آلمان توی یه شهر کوچیک بودیم و اینها. چند تا دوست دیگه هم بودن، دو سه تاشون ارمنی بودن، آقای یعقوبیان، یه دوست داشتیم آقای صدیقی اهل اصفهان و اینها. بعد صحبت شد یه بار، من آقا چی داری و چی کار کردی و کجا ول کردی اینا اومدی؟ من گفتم آقا ما چیزی نداشتیم، ما یه خونه کوچولو داشتیم، اونم گفتیم بفروشید، ما اصلا دیگه بر نمیگردیم. خب خونه تو چند میخرن؟ گفتم والا اون موقع ما خریدیم 400 نه خریدیم 200 خورده هزار تومن، فکر کنم الان شده 480,000 تومن با دلار 60 تومانی، نمیدونم میشد 8000 یه چیزی اینجوری خیلی کم. بعد اون دوستمون صحبت کرد، از منزلش در سعادت آباد صحبت میکرد و من چون تهرونی نبودم یا نیستم نمیدونستم سعادت آباد جای گرونی و اینها. بعد این دوستم به من گفت تو دیوانه ای میگی خونم 480,000 تومن؟ گفتم خب بگم چند؟ گفت بگو 20 میلیون 30 میلیون. گفتم آقا خب وقتی ندارم بگم برای چی بگم؟ گفت تو فکر میکنی اینا که میگن خونه ما الان 20 میلیون میارزه؟ حالا اون موقع 20 میلیون زیاد، سال 1985 اینجوری.
1980. گفت فکر میکنی اینا واقعا خونه دارن؟ ممکنه اصلا طرف خونه هم نداشته، تو خونه پدرزنش زندگی میکرده، ولی به این میگن لاف در قربت و هر کسی میتونه لاف در قربت بزنه، پوز در کنه. گفتم آخه من با این پوز دادن و افاده چی گیرم میاد؟ من نخواستم. آمار نظرسنجی از مردم آلمان نسبت به قبول عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا. حالا دیگه انگلستان رفت بیرون، ترکیه میخواد جای انگلستان رو در اتحادیه اروپا بگیره. این ترکا هنوز نفهمیدن که شما هر چی دلت میخواد بگو من اروپایی هستم. اروپایی ها شما رو از مای ایرانی هم وحشیتر، عقب افتاده تر میدونن. بنده تو آلمان زندگی کردم، رفتار اونا رو دیدم با ترکا چگونه است. تا میفهمیدن ما ایرانی هستیم میگو او شما ایرانی هستین، شما خوبید، این ترکا آخ 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 اینجوری میکردن. حالا این ترکا هی میخوان بگن ما اروپایی هستیم. آقا شما اروپایی هستین، آخه این اروپا چه تاج گلی بر سر خودش زده که شما اینقدر دنبالشی؟ اروپایی که این وایکینگا بودن دیگه، نه دیگه مش وحشی و کشت چی میگن خونخوار و سلحشوران دشخین. این آقای چیز اون روز کلمه که دنبالش میگشتم این بود، سلحشوران دشخین. دشخین رو شما وقتی میگی مثلا طرف خونخوار فلان اینها، سلحشور افرادی هستن که همون کاره رو میکنن ولی به یه نوعی مورد قبول مردم هستن، به اینا میگن سلحشوران. بعد این آقای فرامرز یگانه که اونم برای خودش دیوانه ای بود، میدونید ماها همه دیوانه هستیم، هر کدوممون یه رنگی انتخاب کردیم از این دیوانگی. بعد توی برنامه مثلا حد دیوانگیشون براتون بگم، این میگه شما میرید تایسنز کورنر میبینید این خانمایی که با حجاب میرن بهشون فحش بدید، نمیدونم چادرشون از سرشون بکشید. اینجا حجاب که عربا معمولا هستن، چادر که چه عرض کنم، یه چیزی دارن مثل عبا ولی مال خانما تا رو سرشون هم میاد. و این آقا تو آمریکا میگه این کارو بکنید، میگه به اینا توهین کنید، به اینا. بعد توی برنامه میخواست، خیلی میگم بعضی وقتا شما وقتی میخواید کلمات قلم به سلم به استفاده کنید بعد کم میارید، خیلی اشتباه میکنید. این گفت که بله اینها سلحشوران دشخین. من بهش گفتم آقای یگانه، سلحشور یه صفت خوبه برای جنگجویان، دشخین یه صفت بده. شما که نمیتونید دو تا صفت خوب و بد اضافه کنی. حالا ما دیگه گفتیم و شد. گفتم نه آقا، اونی که میفهمه میفهمه که تو چقدر بی سوادی. در هر صورت اینم از این. الان سهراب چمنارا از اون پشت میگه سوربی هی گیر میده به این، گیر میده به اون. خب everything is okay on Facebook. ممنونم آقای عزیزان یک مقاله ای رو درباره یه بنده خدایی نوشته و من این رو براتون نشون میدم و با هم میخونیم یه تحلیلی کنیم. مخصوصا الان که راجع به ایران رفتن و اینها صحبت کردم، این پایگاه خبری حقوق انسانی یا اولیه بشر متعلق با آقای عزیزان هست. آقای عزیزان یه جوونیه که به دنبال حوادثی از ایران بالاخره مجبور شد آمد آمریکا، بعد اینجا که آمد فعالیت میکرد، ولی میدونید اینجا مثل خرچنگ که توی سبد هستیم، خودمون همدیگر رو میکشیم پایین. اون نمیدونم آقای فلانی که با ایشون توی دوبه توی ترکیه بوده، اون یکی همینجوری اینا به جون هم افتادن. آقای عزیزان بالاخره عاقل شد، حرف عمو سوربی رو گوش کرد، رفت دنبال درس، رفته داره نرسینگ میخونه، پرستاری، و امیدوارم موفق باشه. فکر کنم یه ترم دیگه مونده و اینجوری هم خودش یه کار زندگی داره، بیار و بیدار نمیگه چی میگن بیکار بیار و بی چی میگفتن بیکار و بیار نمیگرده، هم میتونی یه دردی از جامعه رفت برطرف کنه و کمک کنه. من بهش تبریک میگم و تازگی هم ازدواج کرد، مبارکش باشه، امیدوارم که در زندگیش پیروز باشه. و اما خبری رو که ایشون انتشار داده اینه، انتشار خبر دستگیری یک شهروند ایرانی آمریکایی در ایران. دوستان عکسی رو که اینجا گذاشته شما دقت کنید، از آبجو بشکه کوچولوها که برای تو مهمونی ها هست تا ودکای ابسولوت که نمیدونم توش آلبالو ریختن
تا ویسکی شیواز ریگار تا نمیدونم مودکای دیگه گذاشتن رو این میز. حالا نمیدونم این میزیه که مثل باره میاد مشروب تو میریزی میری، یا ایشون اصلا اینا رو جمع کرده جلوش عکس بگیره. عکس میگن یه عکس حکایت بهتری داره تا هزار کلمه. ببینید این از یه عقده‌ای صحبت میکنه که این آقا از ایران بلند شده اومده که اینجا حالا یه عکسی بگیره برای دوستاش بفرسه، اون دوستای بدبخت و بیچارش رو که توی ایران باید یه مشروب قاچاقی با نرخ 100 برابر بخرن توی پستو توی زیرزمینی با هم بخورن، دل اونا رو کباب کن. حالا ببینید خودش چجوری کباب شده این آقا. این آقا بلند میشه از ایران میاد، اسمش هم رضا شاهینی، معروف به رابین، حتما رابین هود بوده. پس از بازگشت به ایران 31 تیر ماه سال جاری، یعنی اگه 31 تیر ماه یعنی دیروز، چون امروز اول مرداده، حالا پریروز چون شب الان تو ایران. خب اولا متن یعنی تیتر خبر این بود: انتشار خبر دستگیری یک شهروند ایرانی آمریکایی در ایران. آقای حسن صبری حسنپور رفت گرفتنش، آقای خردادیان رفت گرفتنش، دیگران رفتن گرفتنش. حالا ببینید این آقا دیگه چی کار کرده. این آقا میگه که بله، ادعای این رسانه بر مبنای ادعای دوست دختر آقای شاهینی استوار است که اون نیز به نقل از خانواده وی مدعی چنین بازداشتی شده است. دوست دختر رضا شاهینی با تماس با وزارت امور خارجه آمریکا خواهان واکنش این وزارتخانه در مورد این دستگیری شده است. اولا این آقا رفته نامه گوه خوردم و غلط کردم پر کرده در دفتر حفاظت اینجا، برگشته ایران. حالا دوست دختر ایشون خبر نداره که خانم این شماره هم ول کرده رفته، یا شاید شما 50% اگه درصد بیشتری از فرارش نباشید از آمریکا باشید. حالا شما رفتی وزارت امور خارجه فکر میکنید این آمریکاییه. آقایون خانما، شمایی که دوتا پاسپورت دارید آمریکایی شما نیستید. ایران میگه من پاسپورت کشورهای دیگر رو قبول ندارم. شما اگه آمریکایی هستی بیا ویزا بگیر، ما بهت میگیم نه. ولی اگه رفتی تو سفارت گفتی غلط کردم، من این چیزایی که گفتم گوه خوردم، دروغ گفته بودم که پناهندگی بگیرم، اونام بهت گفتن برو ایران، حرف اونا رو هم باور نکن چون به این آقا همینو گفتن، رفته ایران گرفتنش. حالا عزیزان قرار بود یه مصاحبه داشته باشه با اون داداش دوستمون آقای ذوالفقاری اگه اشتباه نکنم، بیچاره‌ای که کشته شد در آتلانتا و خانمش گویا توی دادستانی و دادگاه و اینا کار میکرده، مأمور رسیدگی به یکی از پرونده های آقای دونالد ترامپ، نه ببخشید کلینتون بوده. ماشاءالله دونالد ترامپ هم 300 تا پرونده الان داره. خلاصه این خانم تماس گرفته که این دوست دختر من کجاست، دوست پسر آمریکایی من کجاست. حالا ببینیم وزارت خارجه به ایشون چی میگه. خلاصه وزارت خارجه آمریکا نیز با گفتن این که مشغول بررسی اخبار منتشر شده از اظهار نظر سری در این مورد خودداری کرده. اونا بلدن بابا، اونا کارشونه وای میسن ببینن چی میشه، بر اساس چی میشه به شما میگن چی شد. یعنی وقتی خود شما دیگه فهمیدی چی شده تازه اونا بهت میگن چی شد. اوکی اینجا رو ببینید شما. خب میگه شاهینی کیست و او چرا، رضا شاهینی کیست و او چرا به ایران رفت. رضا شاهینی در سال 2000 با ویزای ازدواج وارد آمریکا شد. حالا همینجا شما گوش کنید، این آقا با ویزای ازدواج آمده، ازدواج کرده با یه نفر، اونو طلاق داده، خدا میدونه چند بار دیگه ازدواج کرده، چند بار دیگه دوست دختر داشته که حالا دوست دختر جدیدش رفته دنبالش تو وزارت امور خارجه. خب ببینید اینا خودشون کرم دارن، بی خود نیست، میگن کرم پنیر یا کرم درخت از خود درخته. بله بعد از سالها اقامت شهر بعد از سالها اقامت شهروندی ایالات متحده را اخذ کرد کند. رضا شاهینی در گفتگویی که در سال 2010 با صدای آمریکا داشته، گوش کنید حالا، خود را کسی معرفی می‌کند که مدتی در سپاه و بخش عقیدتی سیاسی ولایت فقیه خدمت کرده است. وی
46 یا 26، اینجا نوشته 46 من میبینم، 46 ساله و اهل گرگان است. خب احتمالا موهاش هم رنگ زده، سیبیلار هم زده که خودش جوان کنه که بتونه ازدواج کنه یا دوست دختر جوان داشته باشه بماند. بنابر تحقیقات پایگاه خبری حقوق انسانی و اولیه بشر، وی حداقل 4 بار در طول این 16 سال به راحتی به ایران سفر داشته است. آخرین بار شاهینی در خرداد 1388 در ایران بود. وی پس از بازگشت از ایران عکس‌هایی از خود در وبلاگ شخصی خود انتشار داد که حکایت از شرکت وی در تظاهرات ضد حکومتی مربوط به ناآرامی‌های خرداد 1388 بود. رضا شاهینی بعد از این سفر و بازگشت به آمریکا، گوش کنید دوستان، با حضور در رسانه‌های گروهی چون صدای آمریکا، تلویزیون پارس و در حمایت از جنبش سبز جمهوری اسلامی، متهم به نقض حقوق بشر و کشتار معترضان و منتقدان کرد. رضا شاهینی به مدت چند ماه در آن مقطع با ایجاد یک کانال در شبکه یوتیوب سیاست‌های سرکوبگرانه دولت ایران به باد انتقاد گرفت، اما پس از افول جنبش سبز وی فعالیت‌های خود را بعد از چند ماه به طور کامل متوقف کرد و در یک چرخش آشکار با انتشار نوشتجاتی در وبلاگ خود از برخی شخصیت‌های اپوزیسیون انتقاد و آنها را به بی‌کفایتی و عدم داشتن برنامه مدون برای مبارزه با دولت ایران متهم ساخت. رضا شاهینی بعد از یأس و سرخوردگی که در نوشته‌های او آشکار بود، به طور کامل فعالیت‌های انتقادی خود را کنار گذاشت و تصمیم به ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه‌های کالیفرنیا گرفت. یکی از هم اتاقی‌های سابق رضا شاهینی به پایگاه خبری حقوق انسانی، آقا چقدر دیگه میگی پایگاه خبری حقوق انسانی، خفمون کردی، فهمیدیم دیگه داریم کجا هستیم، کالیفرنیا گفت، یکی از اینها گفت که همه امید خود را به جنبش سبز بسته بود و پس از شکست جنبش جونش وی چنان آرزوهای خود را جنبش اشتباه نوشتی وی چنان آرزوهای خود را بر باد رفته میدید که بارها از رفتار حمایت آمیز خود از جنبش سبز ابراز ناراحتی و پشیمانی میکرد. وی از اینکه با اظهار نظرهای عمومی خود در رسانه‌ها راه برگشت خود به ایران را بسته است بسیار دلگیر بود. خلاصه رضا شاهینی نهایتاً در سال 2016 تصمیم میگیرد با حذف وبلاگ و شبکه یوتیوب خود کلیه مطالب انتقادی خود از دولت ایران را از بین ببرد. وی در ماه می 2016 با مراجعه به دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن از گذشته خود ابراز ندامت می کند و خواهان اخذ تأمین و برگشت به ایران می شود. اینجا هم عکسش رو می بینید در روز پایان فارغ التحصیل شدنش، آقای منوچهر محمدی هم باهاش، خود این منوچهر محمدی هم بنده خدا یا دوستان دیگرش، اون آقای موحدی بود کی بود، اینا می گفتن آقا به اینایی که میگن ما میخوایم بیایم آمریکا و فکر میکنن اینجا میرن تو وایس اف آمریکا، حالا اونایی که رفتن تو وایس اف آمریکا چه زندگی دارن، طرف میگه آقا به ما مای 4000 دلار دادن، بعد میبینم آقا مای 4000 دلار اینجا باید مثل سیاپوستا تو واشنگتن یک گوشه اتاق یه نفر دیگه زندگی کنه. دوستان این اولا من تعجب میکنم چجوری آقای عزیزان، من اسم این آقا رو اگه از 2000 تا 2016 اینجا بوده اسمش رو نشنیدم، وبسایتش رو ندیدم، یا شاید دیدم الان پیر شدم فراموشی به هم دست داده. در هر صورت امیدواریم که اگرم گرفتنش رو دستگیر هست و اینها جان سالم به در ببره، امیدواریم اینها تا یه جایی یه حرکتی میشه هول نشن، از هول حلیم تو دیگ نیفتید، صبر کنید، نفر جلوی شما آقای منوچهر گنجی، آقای دیگران حلیم رو بگیرن بخورن، اگر مسموم نشدن شما هم تشریف بیارید جلو. ممنونم از آقای عزیزان که این مطلب رو امروز صبح برای من فرستاده بود. عزیزان تنبلوازی در نیار، این نگو درس میخونم دیگه، حالا که نمیخوای سقراط بشی، هفته یه ویدیوی 10 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای ربع ساعتی قشنگ درست کن، حتی تو وبسایت خودت بذار تا ما هم این ور اون ور نشون بدیم. و اما
یک وبسایتی هست به نام Iranian History. من اون وقتا خیلی ازش استفاده میکردم، یعنی اول برنامه ها میرفتم سراغ این سایت و تاریخ رو در امروز براتون میگفتم، ولی مدت هاست نرفتم. آقایی به نام کیهانیزاده، فکر کنم انوشیروان کیهانیزاده، مسئول اینه. وبسایت ساده ای هست، خبررسانی میکنه و باور داره خبرهای امروز میشن تاریخ فردا. در هر صورت ایشون نوشته که ایران روز شادی ایرانیان و برکناری ژنرال هایی که دستور تیراندازی به مردم را در 30 تیر ماه 1331 داده بودند. 31 تیر ماه 1331، 22 جولای 1952 روز شادی ایرانیان به خاطر پیروزی سیاسی در 30 تیر و بازگرداندن دکتر مصدق به حکومت بر حکومت برخود بود و در سراسر کشور جشن و مراسم شادمانه برگزار بود. در همین روز دکتر مصدق دستور داد که به اتهام تیراندازی به مردم در تظاهرات و اعتراضات 30 تیر ماه سرلشکر محمد صادق کوپال رئیس شهربانی، سرلشکر عباس گرزن رئیس ستاد ارتش و سرلشکر مهدی قلی علوی مقدم فرماندار نظامی تهران از کار برکنار، بازنشسته. آخه از کار برکنار با بازنشسته دو تاست آقای انوشیروان کیهانی زاده. از کار برکنار اخراجه، بازنشسته یعنی حقوقشو میدن، حالا وای نستا تا آخر خدمت حقوق تو بگی برو دنبال کاره، و جهت محاکمه و مجازات تسلیم دستگاه قضایی شود. تعقیب قضایی اینان و سایر متهمان به تیراندازی به مردم که چیزی جز دموکراسی، حقوق اساسی خود و حکومت قانون نمیخواستن از روز بعد آغاز شد. خب اینم خبری بود که من از اینجا دیدم براتون خوندم، خودتون برید دنبالشو تحقیق کنید و چه ملت بدبختی هستین. این همه نشیب و فراز داشتیم و امروز هم هنوز تکلیف اون معلوم نیست. هنوز هم آقای دکتر لاجوردی، آقای افشین افشینجم، آقای پرچیزاده میان برامون آینده ایران رو راه میندازن که هنوز نمیگن این جبهه است، این سازمان سیاسیه، این حزب، این ارتش آزادی بخشه. آقای پرچیزاده، شما لیگالی نمیتونی توی آمریکا، توی کانادا پناهنده باشی و بگی من یه سازمانی را انداختم که میخوام فلان حکومت رو براندازم. برید بخونید، همون جوری که در رابطه با پرچم نادان هستیم، اینها رو هم بلد نیستیم. دیدید آقای رضا پهلوی رفت فرانسه یه سازمانی تشکیل داد، فوری باطلش کرد. اونجا بهش گفتن آقا یل یل داری میگردی، پول مجانی و دزدی باباتو داری میخوری، برو بگرد پسر. اومدی اینجا این شرکت و این سازمان رو درست کردی، یعنی اعلام جنگ به ایران. وقتی تو اعلام جنگ به اینها میدی، اونها هم از هر وسیله استفاده میکنن که پنچرت کنن. در هر صورت اون زرنگتر از شماست آقای پرچیزاده. اگر اینها به این سادگی بود که آقای چیز بره والیبال بازی کنه و مسافرتاش بکنه و آقای افشین افشینجم برنامه های معرفی دخترش انجام بده و اینها هر وقت بیکار شدن بیان به فکر آینده ایران باشن که توشم نمیخوان شغلی داشته باشن، شما یکی رو پیدا کن بیار من تبلیغ مجانی بهش میدم که بخواد شغلی داشته باشه، بخواد بشه سفور شهرداری، بخواد بشه معلم مدرسه، بخواد بشه یک نانوایی که نانو نسوخته و نخمیر به نوبت به مردم میده، بخواد بشه شهردار، بخواد بشه فرماندار، بخواد بشه رئیس جمهور، بخواد بشه دیگه چی بگم بهتون. این آدمای بیکاری که حالا ما که دیگه از اون گذشته، حالا گفتیم تا گور نیومده و نیافتادیم دم گور، خب یه کاری هم بکنیم، اسمون هم بنویسیم روزا هم از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این تلویزیون به اون تلویزیون. ولی من باز تعجب میکنم که این رضا شاهینی رو من چگونه نمیشناسم یا متوجه نشدم. نکنه این همون آقایی بود که با ماسک و اینا میومد توی برنامه ها صحبت میکرد، ولی اون رسمش رضا کحلیلی بود. آقای عزیزان اگه هنوز هستی برای من بنویس، اون آقای رضا کحلیلی بود. منم 2-3 بار باهاش مصاحبه کردم و خیلی جالبه. این آقا تو ایران که بوده با
بدون ماسک و اینها بوده، اینجا که اومده با ماسک صحبت میکنه، یعنی از من و شما ایشون وحشت داره، یار و دوست سپاه پاسدارانه ولی از من و شما وحشت داره. خیلی چیزا مسخره است اصلا. ساعت 2:54 و ما هیچ چیزی هنوز انجام ندادیم. تشکر کردیم از افرادی که نامه ارسال کردن، مخصوصا جمشید، اخطار کردیم به اون دوستی که نادانه، به اون مخالفی که فکر میکنه دشمنه که این کار رو انجام نده، آخرش گیر میفتی. روزی که گیر افتادی من میخندم بهت میگم که I told you so، بهت گفتم. در اصل این از این دستگیری کوروش زعیم. دوباره خبرها آمده بود در دو سه روز گذشته که آقای کوروش زعیم که 5 سال زندانی معلق بهش داده بودن، این بار گرفتنش. دوستان نظر شما راجع به آقای کوروش زعیم چیه؟ نظر شما راجع به آقای امیر انتظام چیه؟ من میدونم الان آقای فاطمی از من دلخور میشه، از انگلستان میگه آقا اینا عمرشون رو دادن. آقا عمرشون رو دادن برای کی؟ برای من؟ من نخواستم. برای شما؟ شما میخوای؟ پس شما الان مدیونی که یه کاری انجام بدی. 30 سال رفتن زندان، هی اومدن بیرون، هی رفتن زندان، هی اومدن بیرون، هی رفتن زندان. آقا یه حکومتی رو شما چند سال باید طول بکشه تا بشناسید؟ من احمد 5 سال طول کشید تا شناختم. خیلی از من داناترها زودتر در رفتن. حالا اینا چند سال باید طول بکشه تا بشناسن و نگاه کنن ببینن وسیله چی دارن. آقا از این که شما جمع میشید یه جایی حزب پانیرانیست، حزب جمهوری، حزب چی میگن جبهه ملی، یه مشتی که اوریج سن، میانگین سنتون 60 خورده‌ای هست، جمع میشید اونها. شما جوون که بودید اشتباه کردید با رفتن تو حزب توده و نمیدونم جبهه ملی و فلان و اینها، اشتباه کردید. میان سال که شدید اشتباه کردید با رفتن دنبال خمینی. حالا هم که پیر هستید ول کنید بابا، برید زندگیتون رو انجام بدید، برید خوش باشید. آقای پرچیزاده ماشاءالله میره آینده ایران تضمین. مثل وقتا میگفتن نامه بنویس، یه تمرم بزن بهش. آقای پرچیزاده برای شما این کار رو انجام میده، اصلا نگران نباشید. چی بگم؟ من نظرم اینه که اینها افرادی هستن که همون جوری که فولادوند احساساتی شد با 4 تا تلفن، حالا یه روزی اگه این آقای عزیزان حالش داشته باشه من بهش میگم بیا اون ماجرای قدرت میکروفون و قدرت دوربین و اینکه یابو آدم برمیداره و اینها رو برای دوستان بگو. دیدیم که مثلا یه نفر میاد توی برنامه 4 نفر بهش زنگ میزنن، این میره خونه به خانمش میگه من میخوام رهبر بشم. تو نمیدونی چقدر ملت به من گفتم قربون نمیدونم علامت ویرجینیا تک که زدی اینجا، من میخوام برم رهبر بشم. و میرن بدبختا، میرن زندگی خودشونم میذارن، اوقات و پول یک کسای دیگری رو هم به هدر میدن، اون وقت یه دفعه نابود میشن، ناپدید میشن. شایان کاویانی، این آقای علی اصغر کاظمی که اسمش عوض کرده، الان اف بی آی هم میگه این گم شده و من نمیدونم، چون یه نفر به من گفت آقا این بدهکار بوده و این چیزای ماجرای کریدیت کارت و کلاهبرداریایی که کرده بودن تو تلویزیونای مختلف و اینا اینجوری بوده و اینجا میدونی اینجا زندان که بهت میدن، بهت میگه مثلا حکم شما 3 سال زندانه، کاغذه رو بهت میده میگه برو 4 ماه دیگه مثلا خودتو معرفی کن به زندان فلان جا. خیلی ها در میرن، مکزیکی، کانادایی، ایرانی در میرن. خیلی ها میگه آقا حالا من اینجا حداقل 5 سال میرم زندان، برم ایران که همه عمرم تو زندانم. وای میسه میره زندان. این مارتا استوارت برید ببینید، خانم پولداری بود بهش دادن 6 ماه زندان، رفت زندان اومد. اون آمریکا هم نصف بیشترشون زندان رفتن. اصلا اینجا زندان رفتن خیلی چیز مهمی نیست که ما ایرانی ها بگید او زندان، ولی من اگه قرار بشه یه روز زندان برم، باور کنید به هر قیمتی شده به قاضی میگم بابا جون من میام اینجا مثلا برای اون کار اشتباهی کردم، سعی میکنم به دیگران یاد بدم، بگم نکنید فلان، 1000 روز کار میکنم ولی یه روز زندان نرم. همون ماجرای این رضای کی بود پولداره که زن ترکی داشت خواننده، بعد الان میگن نمیدونم 5 میلیون دلار میدن ولی گفتن نه خیر ایشون باید تو زندان باشه، وثیقه قبول نمیکنه. یه شب تو زندان بودن ارزش داره به این چیزا؟ در هر صورت
نمیدونم داشتم راجع به چی صحبت میکردم، راجع به این دستگیری کوروش زعیم و فلان و اینها چه فایده ای داشت. من فکر میکنم اینها بیفایده بوده، اینها افرادی بوده که احساساتی شدن، یه دفعه فکر کردن که احمد آبادم یک شهری هست. وقتا میگفتم مثلا احمد آباد یه دهی هست، بله احمد آباد ده، ولی فکر میکردن احمد آباد یه شهریه، اونم نه شیراز و تهران، فکر کردن پاریسه. حالا من پاریس هم رفتم، اولا یه جورای خیلی کثیف بود، حالا میگم فقط شهر مارسیل چیه که مراکشی ها هستن، ولی خود پاریس، البته میدونید شما وقتی میرید یه جایی که بیشتر توریست ها هستن و ازدحام جمعیت اونجا زیاده، خود به خود آشغال مشغال هم زیادتر و نظافت هم کمتر، باید مواظب باشه. خب سیوم تیر رو براتون خوندم، ساعت 2:59 است، منتظر آقای کی هستیم؟ عباس سعیدی تا درباره تفاوت اسم ها برای من و شما صحبت کنن. تا فاصله ای که ایشون زنگ بزنه من به اصطلاح برای شما صحبت میکنم، یا شایدم شماره تلفنشون رو ببینم میتونم اینجا پیدا کنم و من زنگ بزنم از این، و خیلی تنبل شدم اون وقتها شماره تلفن ها ردیف میذاشتیم و زنگ میزدیم و اینها، الان میگم خب بهش میگم به هم زنگ بزنه، بعد یادمون میره. شماره تلفن ایشون با 3 شروع میشه، جمشید با 4 شروع میشه، ولی ایشون با 3. ببینیم که میتونیم پیداش کنیم. عذر میخوام اگر امروز یه کمی ما برنامه‌مون اینجوری شده فسفس میکنیم. خب دلیلش اینه که ما دیگران رو مسخره میکردیم، حالا خودمون به همین روز افتادیم که فسفس کنیم. ایداد ویداد. آهان، ممنونم از ایشون، خیلی ممنون که زنگ زدن که من خجالت زده نشم. دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی هستیم از واشنگتن، سلام میکنم خدمتشون، میکروفون رو در اختیارشون میذارم. آقا شما باید یک کمی با ما مهربونتر باشی، جواب ایمیلای ما رو سر موقع بدی، یا دیگه چاره ای نیست به غیر از این که با همین عکسی که نصف صفحه‌ام پر نمیکنه بریم. این شما آقای سعیدی و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان. بفرمایید. سلام به شما آقای سعیدی، با عذرخواهی از این که صدا اینطور گرفته و نمیدونم الان صدا خوب هستش. من تلفنو صدا عالیه، اگه یکم دیگه بهتر از این بشه من مجبور میشم بیام باهاتون بریم سرمایه گذاری کنیم، خوانندگی کنیم. صدای آقای شهرام کی رو داشتم دیروز گوش میدادم، دیدم این بنده خدا اولا وضعش خیلی خرابه، بعد میگه ما چون صدامون باز نمیشه قبل از برنامه چند تا آبجو میخوریم، بعدش هم یه چای با کنیاک میخوریم. گفتم والا درست، ایشون برعکس همه میگه، همه آب گرم میخورن، همه میگن شکممون خالی باشه که مثل تنبک صدا از توش خوب در بیاد. خلاصه خدا رحم کنه به این شهرام کی که گویا میگن پدر خواندش هم آقای محمود قربانی. نه صدای شما خوبه و بفرمایید. عرض کنم به خدمتتون که آقای سربی عزیز، من تا اونجایی که به خاطر میارم نیست که شما اشاره کردی که میخوای راجع به جنبش چپ بدونید. تو برنامه قبلی من تکرار برنامه رو که میشنیدم، بله من بارها گفتم متاسفانه در زمان شاه هر کسی که یه ایرادی میگرفت بهش میگفتن این کمونیسته، بعد که میخواستن خیلی احترام بذارن میگفتن چپ و کمونیست و اینها رو قاطی کردن. ما اصلا نمیفهمیم یعنی چپ معنیش چیه، کمونیست یعنی چی، مارکسیسم یعنی چی. خود من تا قبل از آشنایی با شما نمیدونستم ماتریالیسم یعنی چی، با توضیحاتی که شما دادید و رفتید خوندم یه مقداری یاد گرفتم. فکر میکنم ما اگر این اسمهای مختلف رو بشناسیم، اگر همین از چپ شروع کنیم، آقا همه چپا کمونیستن؟ شما دنبال برنامه دست شما صحبت کن. امروز تا یک ساعت هم بخوای حرف بزنی تا قبل از ساعت 4 که برنامه آقای حسن ارشاد هست، من میخوام یاد بگیرم اینا رو. بفرمایید. با
باشه چشم، تا اونجایی که به عقل ناقص من خطور میکنه خدمتتون عرض میکنم. ضمناً بی نهایت متاسفم به خاطر صدایی که ممکنه که به گوش برسه گاهی اوقات، چون توی ساختمان یه تعمیراتی داره انجام میشه. امیدوارم این صدا مزاحمت زیادی ایجاد نکنه. مسئله ای نیست، بفهم. عرض کنم بسیاری نکته مهمی آقای سوربی، چون هنوز این سوء تفاهم یا برداشت های غلط در بین خیلی ها وجود داره. من خواهش میکنم هم اونهایی که اطلاعاتی در این زمینه دارند و هم اونهایی که میخوان اطلاعات بیشتری داشته باشند به دقت برای زمان توجه بکنند، مخصوصا اونهایی که اندیشه های چپی دارند، حالا به اشکال مختلف هست، خیلی طیف متاسفانه گسترده ای هم پیدا کرده. ببینید روند تحولات در اروپا در قرون وسطا و دوران انقلاب صنعتی در طول چند قرن به اصطلاح این بوده که یک طبقه سرمایه داری در اروپا به وجود اومده بود و این طبقه سرمایه دار با توجه به این که دولت‌های اروپایی به اصطلاح مصلحت خودشون رو در این می‌دیدن که این سرمایه‌دارها رو با میدان بهشون بدن، بدون هیچ رقیبی ترک‌تازی می‌کردن تو اروپا. این ترک‌تازی درسته یا ترک‌تازی؟ ترک‌تازی درسته به نظر من، چون می‌دونید که ترک از بعضی از سوارکارهای به اصطلاح وارد و آگاهی روی ترک اسب عملیات انجام میدن، خواهی خواهد از روز دین میرن روی ترک فقط سواری میکنن. بله ترک تازی معنی نداره، چون تاختن الزامن به ترک ها چیز نیست، منحصر نمیشه. همه ملت ها عرب هم سوارکارهای خوبی بودن. این هم غلط مصطلح بوده که ما یاد گرفتیم ترک تازی. بله بفهم، این یه اشتباه به نظر من چیزه، بعضی ها میکنن این اشتباه. برحال این ترکتازی سرمایه داری در اروپا واقعا تسمه از گرده مردم اروپا کشیده بود در طول چند قرن. سوسیالیسم در عنوان انقلاب فرانسه یک به اصطلاح جنبش فکری بود در بین روشنفکرهای اروپایی که در واقع عکس العملی در راجع به این ترکتازی سرمایه داری بود. مردم اروپا در عرض کردن در طول چندین قرن تا کار میکردن بر ازشون استعمار میشدن، معذرت میخوام، استثمار میشدن توسط سرمایه داری و با درآمد بسیار ناچیزی به اصطلاح زندگی خیلی عادی سطح پایینی هم داشتن. واقعا این رفاهی که امروز در اروپا وجود داره نتیجه اون تلاش و به اصطلاح محرومیتیه که ملت‌های اروپایی در طول چند قرن تحمل کردن. در حال وقتی اولین حرکت‌ها بر علیه این قضیه به اصطلاح استثماری توسط سوسیالیست‌ها مطرح شد، سوسیالیسم اصولاً یک اندیشه اقتصادیه، یه آرمان اقتصادی برای جامعه است، فقط همین که مطرح میکنه که باید این بشریت یک حاشیه امنیتی از نظر اقتصادی داشته باشه تا بتونه رشد بکنه. بسیار اندیشه والاییه. این جنبش سوسیالیستی در اروپا در زمانی که مارکس نظریه های خودش رو مطرح کرد دچار یک اصطلاح حرکت انحرافی شد به نام مارکسیسم. حالا چرا میگم انحرافی؟ مارکس یک شخصیتی بود، یک به اصطلاح فیلسوفی بود که در اون در زمان خودش آمد و کشف بزرگی رو انجام داد. البته این کشف که خواهم گفت این کشف چی بود
متکی بود به یک کار عظیم علمی از اصطلاح فلاسفه اروپا، همینطور دانشمندان تئوریسین ها که در قبل از مارکس انجام شده بود و مارکس بخش نهایی اون رو انجام داد و موفق شد کشف بزرگ خودش رو انجام بده. اون کشف اسمش رو گذاشتش ماتریالیزم دیالکتیک و گفت بر اساس این ماتریالیزم دیالکتیک که یک به اصطلاح فلسفه‌ای هستش، یک قانونمندی هست که بر جهان هستی حاکمه، این جهان و همه تحولات به اصطلاح عناصر درونی اون، همه پدیده های این جهان در اثر یک تضاد و حرکت درونی خودشون دچار تحول و دگرگونی میشن. خب خیلی ها به غلط این رو میگن ماتریالیسم دیالکتیک رو مارکس وضع کرد، در حالی که ابدا اینطور نیست. این یک قانونمندی بود ناظر بر جهان هستی که از ابتدای به وجود آمدن این جهان کار میکرده، امروز هم کار میکنه، در آینده هم کار خواهد کرد. و مارکس فقط موفق شد که با پشتوانه علمی که در پشت سر خودش داشت و هزاران نفر عرض کردم در اون نقش داشتن، این جهان بینی رو بهش پی ببره و اونو نامگذاری بکنه. کار بزرگ مارکس در رابطه با سرمایه داری بود که تونست تحلیل درست و دقیقی از عملکرد سرمایه داری و سرمایه دارها بده و بعد نهایتاً پیشبینی کنه که امپریالیست ها یا بزرگ سرمایه داران به وجود خواهند اومد و این تحلیلی که از عملکرد سرمایه‌داری مارکس داده، که البته من اینو عرض بکنم دوستان، من ابدا ادعایی ندارم، کتاب‌های مارکس رو بسیاریش رو نخوندم و اون چه که دارم عرض می‌کنم به اصطلاح برداشت نهایی من بعد از 40 سال به اصطلاح تحقیق و خوندن بعضی از مطالب و به اصطلاح در سطح بسیار زیاد هستش. و به همین دلیل خواهش میکنم باورمندان به چپ حتما چنانچه نظری دارند، انتقادی دارند، بفرمایند. من خوشحال میشم که بیشتری بدونم. اجازه بدین در همین رابطه به دوستان بگم، چون شما لطف کردید و اطلاعات خودتون یعنی ایمیلتون شماره تلفنتون رو گذاشتید. نه من شماره تلفن رو هنوز ندادم، قرار شد که بعدن یه به اصطلاح گوگل وایس بگیرم. آها خب پس از طریق ایمیل دوستان لطف کنید با آقای سعیدی تماس بگیرید تا بعد اگر تلفنی بخوام بذارن یا حتی فیسبوکی بخوام بذارن باز بیشتر باهاشون در تماس بشن. بفرمایید. هستید شما آقای سعیدی؟ الو بذارید من دوباره با ایشون تماس بگیرم. Your call has been forwarded to an خب مثل که امیدوارم تلفن ایشون چارجش تموم نشده باشه، چون یکی از مشکلاتی که ما داریم این دوستان با تلفن همراه تماس میگیرن گاهی وقتا یادشون میره و به این صورته. تلفن شما اگه باش کار نکنی ممکنه 3 روز چارجش تموم نشه، ولی وقتی ازش استفاده میکنید، بذارید من تصویر خودم رو بیارم به جای ایشون، بله وقتی ازش استفاده میکنید شما میبینید که در عرض نیم ساعت یه ساعت چارجش تموم میشه. به همین خاطر هست که همین شرکت های سازنده چپ و راست چارجرهای مختلف ساختن و میفروشن
و میتونن همین الان برای شما باتری های درست کنن که نمیخوام بگم 6 ماه 1 سال، ولی نمیکنن چون میدونن اگه این کارو بکنن کار فردای خودشون یا جاب سکیوریتی خودشون از بین بردن. در رابطه با اینکه دوستان بعضی وقتا یادشون میره چارج کنن و فکر میکنن که ای بابا تلفن من 3 روز چارج نگه میداره. سالها پیش من جوان بودم ولی خب گواهینامه داشتم، رانندگی میکردم، یکی از فامیلامون که به قید قرعه ماشین برنده شده بود و باز خدا پدرش بیامرزه، خودش میدونست که با وجودی که از من مسن‌تره ولی تجربه رانندگی آنچنانی نداره که زن و بچه رو سوار کنه از شیراز بره تهران و به قول معروف اگه این کارو میکرد ممکن بود جنازه تحویل چی میگن آمبولانس های وسط بیابون بده. به من گفت که ما میخوایم بریم تهران و اگه شما هم میخوای بیای با همسرت بریم، مثلا شما رانندگی کن ماشین من و اینها. گفتیم باشه. من یادمه صبح که حرکت کردیم، خب تو ایران رسم بود میگفتند که باک، چه نمیدونم چرا اصلا به تانک بنزین ما میگفتیم باک، باک بنزین، اینا رو نمیدونم کلمه از کجا آمده. در صورت میگفتن هر ماشینی ظرفیتش برای 400 کیلومتر و میگفتن مثلا به پیکان هر 100 کیلومتری 12 لیتر مصرف میکنه، به همین خاطر باک بنزینش یا تانک بنزینش یا مخزن بنزینش 50 لیتر میگیره برای 4 تا 12 تا 400 یه همین چیزی. خلاصه ما وقتی آمدیم نزدیکای آباده رد شدیم، به اصفهان که رسیدیم گفتم حالا دیگه یه جایی هم وایسیم بنزین بزنیم. گفت آقا من این ماشین بنزین دیشب زدم که صبح که میخواییم چی باشه پر آماده. گفتم خب میدونم، صبحم که من نشستم دیدم که پر بود. بعد گفت آقا من تو این ماشین دو هفته بنزین نمیزنم. گفتم عزیز من تو دو هفته ممکنه 20 کیلومتر هم نمیری، اونم تو شیراز، از خونت میری بازار، از بازار میای خونت، یا از خونت میری سر کار، از سر کار میای اینجا. خلاصه گفتم شما الان در عرض 5-6 ساعت مثلا 400 کیلومتر اومدین و دیگه باید بنزین بزنید. چی شد آقا، چارج بنزین چارج تلفن تموم شده بود؟ بله، مشکل برای تلفن من ایجاد شد. بعد که برنامه رو می‌بینید من تعریف کنم، الان تو اونجا که من می‌بینم تلویزیون قطع روی اینترنت، اینو باید یا ریست بزنی چه بهتر، اگه قطع تو اون قسمت شما اقلا صحبتمون پخش میشه، ولی من اینجا دارم میبینم ما وسط برنامه‌مون قطع شد. وقتی دوباره وصل میشه بهتون گفتم شما باید دوباره ریفرش کنید و موقع کردم پیج رو ریفرش کردم، اگه کردین نشده بهتر اینجوری برنامه‌مون صدایی هم پشتش نیست. شما این برنامه رو هم در قسمت چیز می‌بینی هم روی فیسبوک دوستان دارن می‌بینن، الان نگران اون قسمتش نباش. خب شما بگو، به من گفتی که کتابا رو مطالعه نکردی، همش رو داشتی راجع به مارکسیسم می‌گفتی. پس اصل این کلمه مارکسیسم از کلمه از اسم مارکس اومده دیگه، نه؟ به خاطر همون این اسمی بوده که اون درست کرده شروع شده. میگن این کلمه مارکسیسم که ما میگیم از کلمه کارل مارکس، مارکس اومده، از اسم بله اومده. هم کاملا درسته. داشتم عرض میکردم که آقای مارکس ضمن کشف بزرگ خودش یعنی ماتریالیزم دیالکتیک که بشریت رو از این قضیه جهانبینی مذهبی که تنها جهانبینی بشریت بود نجات داد و یک جهانبینی علمی به بشریت داد. علاوه بر این کارش، کشف بزرگش، ایشون تحلیل بسیار دقیقی راجع به پدیده سرمایه‌داری و عملکرد سرمایه‌داری جهانی داشته که هنوزم حرف آخر رو میزنه و هنوزم قابل استناده کار بزرگ ایشون. منتها ایشون به خاطر همین قضیه و به خاطر اینکه خیلی محبوب شد و ضمناً خودش هم آدم تندرویی بود، در انقلاب فرانسه مشارکت داشت، میرفت به فرانسه و اونجا به انقلابیون ملحق میشد و به هر حال یه آدمی بود. ولی اصل خودش آلمانی بود، نبود؟ نه، اصل خودش آلمانی بود. بله بله، ایشون آلمانی بودند. خب ایشون هم مثل آقای بختیار میرفته با ارتش فرانسه میجنگید، با ارتش فرانسه جنگ میکرده بر علیه
بله، با انقلابیون هشت و نشری داشت، ارتباط داشت و در واقع ایشون در اون به اصطلاح تفکرات خودش و تحلیل سرمایه داری نهایتاً یک تئوری شخصی رو مطرح میکنه، یعنی یک مسئله به اصطلاح نتیجه گیری شخصی رو اضافه میکنه به این دو کار بزرگ خودش و اون رو به اصطلاح نامگذاری میکنه به نام ماتریالیسم تاریخی. یعنی چی؟ ایشون میگه که همونطور که پدیده ها در اثر تضاد و حرکت در درون خودشون یا انعکاس به اصطلاح تضاد با محیط بیرونیشون دچار دگرگونی تحول میشن، جوامع انسانی هم به همون دلیل دچار دگرگونی میشن. یعنی این جهان بینی ماتریالیسم دیالکتیک، این معذرت میخوام فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، همه چیز رو دگرگون میکنه در این دنیا، از جمله جوامع انسانی رو، و نتیجه گیری میکنه که در اساس ماتریالیسم تاریخی که ایشون مطرح میکنه، که اینجا دیگه اندیشه خود مارکس، اینجا کشفی نیست، ایشون داره خودش اندیشه میکنه، میگه که بر اساس ماتریالیسم تاریخی جوامع بشری هم دچار تحول شدند. مثلا بردهداری بوده، انقلاب اجتماعی شده بر علیه بردهداری و انسان به واسطه اون انقلاب اجتماعی که یکی از دلایلش هم البته مناسبات تولیدی بوده، ولی عامل فشار طبقات محروم باعث شده که بردهداری از بین بره و فئودالیسم به وجود بیاد. بعد از دوباره این اتفاق تکرار شده و فئودالیسم از بین رفته و سرمایه‌داری جاشو گرفته، یعنی سرمایه‌دارها فئودالیسم رو به اصطلاح ناچار به کس کردن، انعطاف کردن یا به اصطلاح عرصه رو از اونها گرفتن. این تفکر مارکس، این تئوری مارکس یعنی ماتریالیسم تاریخی، بعدن ایشون نتیجه میگیره که بله، فرد در آینده هم طبقه کارگر خواهد اومد، سرمایه‌داری رو کنار خواهد زد و به اصطلاح نظام کمونیستی رو شکل خواهد داد به مرور زمان. یعنی اون مدینه فاضله مارکس بعد از انقلاب کارگری جامعه کمونیستیه، که کلمه کمونیست از اون کمونهای اولیه گرفته شده که ابناء بشر در زندگی اشتراکی داشتند، قبیله قبیله، کوچیک کوچیک، این گله گله، اینجا و اونجا دوره هم جمع شده بودند تو غارها و توی جنگلها و فلان اینها، و مالکیتی درشون مطرح نبود، هر چی که داشتند به طور اشتراکی استفاده میکردند، هر چقدر هر شخص نیاز داشت از اون چیزی که موجود بود بهره برداری میکرد. و کمونیسم از اون الهام میگیره، میگه که در جامعه انسانها، و مارکس میگه، میگه یه انسان به اندازه توانش باید کار بکنه در جامعه و به اندازه نیازش باید دریافت کنه. یعنی نومدر که یا شما یه دکتری یا یه کارگر، اگر یه کارگری با مثلا 8 بچه، حتما باید درآمدت از یه دکتر بیشتر باشه، چون بچه داری، مسئولیت راجع به رشد اونا داری و اونا رو باید به عرصه برسونی. بنابراین کمونیسم اساسش اون جامعه ایدئال کمونیستی که مارکس توی ذهنش تصور میکنه، در اون جامعه واقعا یه مدینه فاضله است که میگه حتی در اونجا دولت هم نقش مهمی نداره، اینقدر مردم فرهیخته و اندیشمند و سیویلایزد هستن که دولت هم کمترین نقشو داره و میتونه اصلا نباشه. بنابراین خود اندیشه به شدت مردم به اصطلاح در عذاب از سرمایه‌داری چند قرن گذشته رو به هیجان آورد. بسیاری از چپ‌ها، یعنی اونایی که سوسیالیست بودند، یعنی اون جنبش فکری سوسیالیستی اونا رو جذب کرده بود، یک باره شدن مارکسیست با این آرزو که بله، مارکس پیشبینیش درسته، انقلاب کارگری خواهد شد، سرمایه‌داری رو از بین خواهیم برد، از این نتیجه گیری ها. و یه جنبش مارکسیستی در اروپا شکل گرفت که تو
تندروترین چپ‌ها یا سوسیالیست‌های اون زمان رفتند و این جنبش رو به اصطلاح بهش پیوستند شد و کار به جایی کشید که این تندروها در تحلیل‌هایی که می‌دادند، حالا من میگم اطلاعاتم راجع به گفته‌های مارکس محدوده، ولی با همه اونهایی که سالها تلاش کردند و همه به اصطلاح همین دوست عزیزمون که با جناب علی هم برنامه داشتند که کتاب‌های مارکسیستی رو ترجمه کردن، با بسیاری از دوستان دیگه که من صحبت کردم راجع به این موضوع که خواهم گفت، خوشبختانه تایید اونها منو تشویق کرد که بیشتر و بیشتر روی این مسئله کار کنم و من مورد تایید خودشون قرار دادم. به نظر من حتی کار به جایی کشید که این تندروهای مارکسیست در بحثی وقتی استناد می‌کردند به آنچه که از مارکس شنیدند و آنچه که خودشون استنباط کرده بودند، وقتی به اونها اشاره میکردن، کار رو به جایی میرسونن که توی بحثی مارکس میگه که من آقایون اصلا منو ول کنید، من مارکسیست نیستم. ولی تندرویی اونها مارکس رو هم به اصطلاح چیز میکنه، وادار به عکس العمل میکنه که میگه اصلا شما چی میگید، من مارکسیست نیستم، یعنی شما دارید زیاد تند میرید. حالا این تندروی در اون بحث ها در چه زمینه بوده به برنامه امروز نمیخوره، خود دوستان میتونن برن تحقیق کنن. به هر حال منظور اینه که این ماتریالیزم تاریخی مارکس باعث شد یه جنبشی رو شکل داد که این جنبش نام گرفت به نام مارکسیسم، جنبشی که مدینه فاضلش جامعه کمونیستیه، معتقده که طبقه کارگر با از بین بردن سرمایه‌داری نظم نوین رو به وجود خواهد آورد و نهایتا جامعه بشری خواهد رسید به کمونیسم ایدئال. تا اینجا یه قضیه سوالی نیست آقای سردی؟ نه دارم یاد میگیرم، بسیار ممنون. بر حالا چرا من میگم انحرافی که مارکس به وجود آورد، چرا به ماتریالیسم تاریخی من اعتراض دارم؟ اینجا دیگه اندیشه خود بنده است. هستید شما؟ آقای سعیدی متاسفانه باز هم ارتباط برقرار شد، باید به ایشون بگیم که یه سیستم بهتری چیز خیلی راحته، اسکایپ از اینترنتتون استفاده میکنه، تلفنتون آزاده اون موقع. و نمیدونم دوستان بعض وقتا این آمریکایی‌ها میگن هزیتیشن یا هزیتیت، یعنی یه کمی بفرمایید سوال بیاسم. بله داشتم به دوستان میگفتم نمیدونم چرا این دوستان از اسکایپ استفاده نمیکنن که هیچ کاری به تلفن و خط تلفن و اینها نداره. دوستان ایرانی یه هزیتیشنی هست داخلشون برای استفاده از بعضی چیزا، اول خیلی مقاومت میکنن که استفاده نکنن، وقتی هم شروع کردن استفاده کردن از همه بیشتر استفاده میکنن. دستت به گوش هستیم، بفرمایید. هنوز جواب من رو ندادید که آیا لزوماً هر کسی کمونیست بود چپه یا هر چپی کمونیسته، یا این رو به ما غلط یاد دادن. بله یا بعد نیست که اون برنامه‌های قبلی رو هم من ریفرنساشو بدم که دوستان اگر مایل بودن اون نظرشون رو راجع به اون برنامه ها هم بگن. بسیار خوب، چشم. اگر تاریخ روزاشون رو بگید خیلی چیز خوبیه، چون آرشیو ما بر اساس روز ترتیب بس. روز هست، میتونی نگاه کنید. این اول سوال شما رو جواب میدم بعد اون مطلب رو میگم. بفهم. ببینید آقای سوربی، این جنبش چپ من دارم تاریخچه‌ش رو میگم که شما همه رو بدونید، نه اینکه به اصطلاح فقط به این سوال شما جواب داده باشم، بلکه یک تاریخچه و هیستوری راجع به این قضیه رو دارم میگم که شما
به اصطلاح کمونیستی به وجود اومده و مارکسیستی. بعد به واسطه جنبش کمونیستی و مارکسیستی که در اروپا به وجود میاد و بعد از جنگ جهانی اول که اتحاد جماهیر شوروی به وجود میاد، در اونجا این مارکسیسم تبدیل میشه به مارکسیسم لنینیسم که اون شوروی ها میان و نظریه اردوگاه سوسیالیسم رو مطرح میکنند و اصلا این رسالت رو برای خودشون قائل میشن که جهان رو تبدیل بکنن به جهانی به اصطلاح مارکسیسم لنینیستی و اون واژه لنینم اضافه میکنن به مارکسیسم شوروی ها که این مسئله رو به عنوان یه تئوری مال خود بکنن، یه هویتی به خودشون بدن. پس تا همه اینها کلن میگن چپ، همه اون چیزی که مثلا فرض کنید اون چپ های چینی هم ما داریم، لنین به اصطلاح در چین هم ماو یه انقلابی رو به وجود میاره و چپ های چینی داریم ما در جاهای مختلف دنیا، حتی به نام فیدل کاسترو هم یه عده ایست گذاشتن پشت نظری که فیدل کاسترو خودشون فیدلیست میدونن و الاخر همه اینها به طور کلی میشه جنبش چپ. پس نتیجه همینی که اینا میخوان همه دنیا یکی باشن، حتی خودشون هم نتونستن یکی باشن. بله دیگه، ببینید این شیفتگی انسانها راجع به یه اندیشه نو بسیاری از انسانها رو جذب اون اندیشه میکنه و چون انسانها دانسته های محدودی دارن هر کدومشون به یک سو کشیده میشن. خب این که همون نارسیسیسم میشه دیگه، خودشیفتگی. برای اینکه هویت انسان به دنبال یه آرمان یه اولا خود، چون میدونید این جنبش چپ یک جنبش بسیار با ارزش و میتونه مفید برای جامعه بشری باشه که تا به حال هم دستاوردهای قابل توجه و شگرفی داشته و دنیا رو دچار تحول کرده. حالا به اونجا میرسم که بگم که این جنبش چپ چه کار بزرگ و ستورگی انجام داده تو دنیا. بذارید این موضوع بسیار مهم آقای سوربیس، من امیدوارم بتونم تمرکز خودم رو حفظ بکنم و به اصطلاح این مطلب رو به طور کامل بگم، این هیستوری رو که شما راجع به این جنبش چپ آگاهیتون به اصطلاح بیشتر بشه. اون برنامه هایی که من داشتم رو اول تاریخاشو میگم. من برنامه هایی که با آقای سوربی در برنامه آقای سوربی داشتم به ترتیب بوده در 28 دسامبر سال 2015، در 4 می مدت کوتاه 10 دقیقه در خدمت شما بودم، در 6 می همینطور نزدیک یک ساعت و نهایتاً در 13 جون. این برنامه ها رو من در بستر آقای سوربی صحبت کردیم. اگر راجع به اون چه که من گفتم نقدی هست یا نظری وجود داره خوشحال میشم که دوستان ایمیل کنند، یه ارتباطی برقرار بکنیم، حالا تلفنی با هم تبادل نظر بکنیم. خب برمیگردیم به هیستوری جنبش چپ. پس تا اینجا آقای سوربی برای شما روشن شد که جنبش چپ چی هست؟ بله. و رسیدیم به اونجایی که مارکس در باب مطرح کردن ماتریالیزم تاریخی باعث شد مارکسیزم به وجود بیاد و به دنبال اون انقلاب جنگ اول جهانی اتفاق افتاد، مارکسیسم لنینیست در شوروی به وجود اومد. یعنی همه این آقایون چپی تندرو دسته یک کعبه آمالی پیدا کردند و شدن مارکسیسم لنینیست. ادهیشون همچنان خودشون مارکسیست میدونستند، یه ادیشون همچنان خودشون سوسیالیزم میتونستند و اعتقادی به اون مارکسیستان نداشتند و میگفتند ما فقط آرمان اقتصادی سوسیالیزم رو بهش اعتقاد داریم. چرا؟ برای اینکه مارکسیست لنینیستا بر اساس ماتریالیزم دیالکتیک طبیعتا یک جهانبینی علمی رو مطرح کرده بودند و دیگه میتونستند یه آدم مذهبی هم نباشند، در حالی که یه سوسیالیست
سوسیالیسم میتونه یه آدم مذهبی هم باشه، مثلا مسیحی باشه، مسلمون باشه و سوسیالیست باشه، ولی یه مارکسیست جهانبینی داره، معتقده که این جهان چجوری به وجود اومده، چجوری دچار تحول میشه و هیچ چیزی دندنافی از این جهان به آسمون وصل نیست، آفریدگاری در کار نیست. پس فرق بین یه مارکسیست و یک سوسیالیست میتونه این باشه، یا یه مارکسیست لنینیست حتما جهانبینی مارکسیستی داره. عرض کنم به خدمتتون که باز میخوام، هنوز من نگفتم چرا فکر میکنم که مارکس ماتریالیزم تاریخیش که باعث همه این تحولات شد و به وجود اومدن مارکسیست شد، چرا از اون ایراد میگیرم. ببینید، برگشتم به جامعه بردهداری و گفتم که انسان به عنوان یک کالا دست به دست میشده در جامعه بردهداری و ازش بهره برداری میشده توسط اونهایی که مالک بودند، قدرتی داشتند و تونستند که مثلا قبیله دیگر رو وقتی میگرفت، وقتی به حمله میکرد و اونا رو شکست میداد، همه اعضای اون قبیله شکست خورده مثل یک کالا در اختیار قبیله فاتح بود. و سیستم بردهداری به دلیل اینکه انسان یواش یواش مالکیت رو تجربه میکرد، در واقع سیستم بردهداری بخشی از این مالکیت بوده. در اون سیستم، در مارکسیسم، یک مسئله بسیار مهم به نام مناسبات تولیدی داریم. ببینید، وقت مناسبات تولیدی یعنی همه اون ابزار و امکاناتی که برای تولید و ایجاد ارزش افزوده وجود داره. در دورهای گذشته خب این مالکیت منحصر میشد به مالکیت روی حشم و دام و مالکیت روی انسان، ولی با تغییر مناسبات تولیدی، وقتی انسان در طیف گسترده کشاورزی رو تجربه میکنه، در واقع اونهایی که به اصطلاح اون مالکیت رو قبلی رو داشتند، با توجه به تجربه کشاورزی و اینکه دیدن وا چه به اصطلاح ارزش افزوده فراوانی میتونن از زمین به وجود بیارن و فقط کافیه که این برده های خودشون رو از کارهای بیهوده و غیر سازنده تشویق کنن به سمت کشاورزی، ایجاد تولید محصول. در اینجا به نظر من اشتباه مارکس یا انحراف مارکس این بوده که فکر کرده که در اثر انقلاب مثلا بردهدارها سیستم بردهداری از بین رفته و بشریت متمایل شده به سمت فئودالیسم، در حالی که من اینطور فکر نمی کنم. من فکر می کنم این مصلحت اندیشی طبقه حاکم بوده که با توجه به مناسبات تولیدی جدید که به وجود اومده بوده، یعنی کشاورزی، خود به خود برده های خودشون رو به اصطلاح به نوع دیگری و با نام دیگری مورد بهره برداری قرار دادند و اون که به اصطلاح چیز بوده، کار کشاورزی بوده و اونها دانم چیزی گفتید آقای سربی؟ نه، من چیزی نگفتم. ببین، پس تا اینجا من به این نتیجه میرسم که این مصلحت اندیشی طبقه حاکم بوده که باعث انقلاب اجتماعی شده و بردهداری رو تبدیل کرده به فئودالیسم، نه فشار طبقه کارگر برده. ما بزرگترین نمونه انقلاب برده ها رو یا فشار برده ها رو در داستان اسپارتاکوس داریم که میدونیم سرکوب میشه و به اصطلاح به نتیجه‌ای نمیرسه، برده دارها نمیتونن نظر خودشون رو تحمیل کنند. ببینید هموطنهای عزیز، آقای سربی، این قانونمندی، این به اصطلاح جهانبینی بزرگی که در اثر کار بزرگ و عظیم متفکرای اروپایی و در نهایت مارکس باعث میشه بشریت صاحب یه جهانبینی علمی بشه، خب یه تحول بزرگ
بزرگی که نسل‌های آینده هم ازش بهره برداری میکنند. تا به حال هم هر آنچه که گفته شده تایید شده. الان نزدیک 200 سال میگذره و پیشرفت‌های علمی نتونسته این جهان بینی رو زیر سوال ببره، در حالی که این جهان بینی باعث شده که حتی باورمندان به دین‌های ابراهیمی که رفتن به دانشگاه‌ها و درس خوندند عقب نشینی کردن در مقابل این جهان بینی. و امروز میگن آره، اگه شما میگید تحول، اگر شما میگید این جهان روند تکوینش اینطوری بوده، خب بله شما درست میگید، چون نمیتونن رد بکنن، ولی میگن این کار خدا کرد. یعنی تا اون مرحله نهایی هم عقب نشینی کردند این باورمندان به دینهای ابراهیمی مخصوصا و جهانبینی رو پذیرفتند، منتها نهایت میگن اون کار اولیه رو همون آفریدگار رو علمی کرده که ما معرفی شده در کتابای آسمانی ما. منظور اینه که این کار بزرگی بوده که بشریت رو نجات داده و به بشریت طرز تفکر درست رو به اصطلاح آموخته. و فقط اشکال کار اینجا بوده که مارکس میاد علاوه بر این کشف بزرگش و تحلیل با ارزشش راجع به سرمایه داری، میاد اون پیشبینی و اون تفکر خودش رو که به نام ماتریالیسم تاریخیه مطرح میکنه و میگه آره اینجوری بردهداری، بردهدارها توسط برده‌ها از بین رفتن و فئودالیسم به وجود اومده، بعد فئودال‌ها به وسیله سرمایه‌دارها از بین رفتن و سرمایه‌داری به وجود اومده، فردا هم طبقه کارگر سرمایه‌داری را از بین خواهد برد و جامعه کمونیستی رو به وجود خواهد آورد. این غلط بوده. همونطور که عرض کردم، به همون شکل که بردهدارها متمایل شدن به سمت زمینداری و امر کشاورزی، به همون دلیل هم فئودال‌ها در اثر به وجود اومدن به اصطلاح اون کانون‌های تولیدی و کارگاه‌های تولیدی که در جامعه به وجود می‌آمد در قرون وسطا، آرام آرام متمایل شدند در اثر تغییر مناسبات تولیدی به سمت شهرها. از زمین بسیاری از اونها گرایش پیدا کردن به سمت این کارگاه‌ها، سمت این شهرها، مراکز تولید شد میشد یواش یواش. و این در واقع گرایش طبقه حاکمه است، یا اونایی که از نظر مالی تسلط دارن در جامعه، گرایش اونهاست به سمت ساختارهای جدید. چرا؟ به دلیل اینکه مناسبات تولیدی اونا رو تشویق میکنه. پس این فشار طبقات محروم نیست که گرگونی ایجاد میکنه در دنیا، مؤثر هست. این فشار بخشی از این تحول رو بخش داره درش، ولی حرکت اصلی و دگرگونی اصلی به واسطه مصلحت اندیشی طبقه حاکمه، طبقه ایه که بر اساس اون انگیزه های درونی انسان، حس تملک، طمع، اونه که کار میکنه در دنیا. بنابراین ما نتیجه‌گیری خودم رو دارم عرض میکنم. در اثر گفته های مارکس دو گروه بودند که برداشت درستی از افکار مارکس پیدا کردند. اینجا خیلی نکته مهمیه و نکته عطف صحبت‌های منه. پس دو گروه از افکار مارکس بهترین برداشت رو کردند و بهترین نتیجه گیری رو کردند. اولین گروه برخلاف تصور شنوندگان عزیز سرمایه دارها بود که از افکار مارکس و از این جهانبینی جدیدی که به وجود آمده بود بیشترین بهره برداری رو کردند و آینده رو دیدند. دومین گروه از بین همون چپی‌های اروپایی بودند که ما امروز بهشون میگیم سوسیال دموکرات‌ها. یعنی دو گروه، سرمایه‌دارها و سوسیال دموکرات‌های اروپایی،
بودند که بهترین منطقی ترین برداشت رو با توجه به دانش روزشون و به اصطلاح جنبش مارکسیستی موجود در اروپا به دست آوردند. و خیلی هم روشن هست که چرا من میگم این دو گروه بهترین تفهیم رو از گفته های مارکس کردند، به دلیل اینکه گروه اول فهمید که باید آینده رو ببینه، انعطاف لازم رو نشون بده و توجه کرد که این تضاد طبقاتی کار میکنه در درون جامعه و نباید به این تضاد دامن زده بشه، باید اسبابی راهم بیارند که انعطافی نشون بدن و کل جامعه رو ببینن. سوسیال دموکرات ها هم طبیعتا این اندیشه، سوسیال دموکراسی هم اساس اندیشش این هست که بدون این نفی بکنه پدیده سرمایه داری رو، چون میدونه موتور محرکه جامعه پدیده مالکیت، اون چیزی که جامعه رو دچار تحول میکنه همون طمع انسانیه و جاه طلبی های انسانیه. در این حال که اون رو داره میبینه یه سوسیال دموکرات کار با ارزش و بزرگ خودش رو انجام میده برای اینکه اون جامعه رو تشویق بکنه، هدایت بکنه به سمت آرمانهای سوسیالیستی و در واقع اینکه سرمایه داری رو بدون اینکه بخواد هدفش رو این قرار بده که بعد من میخوام جامعه سرمایه داری رو از بین ببرم و نظم نوین به وجود بیارم، که این یه به اصطلاح چیز ابلهانه و ساده لوحی فکریه که مثلا احزاب کمونیست کارگری دارند یا مارکسیست لنینیستا دارند، یه سوسیال دموکرات به نظر من سوسیال دموکراسی میوه اندیشه های به اصطلاح چپی و اندیشه های مارکسه. و در اروپا ما نمونه به اصطلاح در یکی از برنامه ها عرض کردم، در اروپا ما شاهد رشد سوسیال دموکراسی و همنشینی سوسیال دموکرات ها سرمایه داری اروپا هستیم و میبینیم که چه مدنیتی به وجود اومده و اینها در همنشینی با هم در الهام گرفتن از هم جامعه اروپایی رو نظم و بسترا سامان دادن. پس تا اینجا من تلاش کردم که این رو عرض بکنم که کجای کار اشکال داشته و یه تصویری به دست بدم که ما بدون که از نظر ایزم‌های مختلف چه طیفی وجود داره. و خوشحال می شدم البته که یه ایجاد امکان ارتباط مستقیم وجود داشت و با طرح سوال‌های مختلف ما این موضوع رو بیشتر و بیشتر میشکافتیم. خود من الان دو تا سوال برام پیش اومد، یکی این که شما تعریف میکنید که این سیاست به اصطلاح مارکسیست سوسیالیست توی اروپا داره کار میکنه و خوب هست و راضی، ولی خیلی ها باور دارن که اروپا داره ورشکست میشه و به زودی به اصطلاح مشکلاتشون اونجا بیشتر و بیشتر میشه. یکی دیگه این که شما تو صحبتاتون گفتید که هنوز هم بعد از 200 سال کسی پیدا نشده که بگه این روشی که اینها گفتن بد بوده یا روش بهتری، این رو درست فهمیدم؟ بله درسته. یعنی علمی هنوز که هنوزه ماتریالیسم دیالکتیک جهانبینی همه کسانیه که به اصطلاح نگاه علمی به دنیا دارن. خب چرا پس این جایی به صورت یه نوع حکومت انجام نمیشه یا نمونه؟ ببینید سربی، شاید این مربوط بشه به همون سوال اولتون. ببینید در اروپا این رشد و این مدنیتی که به وجود اومده نتیجه این تعامل بوده گفتن. من حالا ممکنه که اروپا از نظر اقتصادی دچار دگرگونی به اصطلاح مشکلاتی هم بشه، ولی این به دلیل اون کار عظیمی که جامعه بشری رو به این تمدن رسونده نیست، ما نافی اون نیست. ممکنه امریکا اصلا باعث بشه که در آینده همه اقتصادها
بشن. این مربوط میشه به این که کدوم کشور چه میزان از مناسبات تولیدی رو در اختیار داره و چه مقدار ارزش افزوده ایجاد میکنه و آقایی خودش رو میتونه به کرسی بنشونه. این ارتباطی به این قضیه نداره. این ما یه موقع هست در حوزه فکر و اندیشه هستیم، یه موقع هست که میریم به حوزه اقتصاد، حوزه نظامی غیره، اینا همه رو هم اثر متقابل دارن. پس بنابراین شکست مثلا یک پدیده از یک جهت به معنی شکست همه جانبه اون پدیده نیست. مهم اینه که این اندیشه، این جهانبینی امروز، حتی خود شما آقای سربی، خود شما در با وجودی که هنوز ممکنه حتی جهانبینی نداشته باشید، سرگردان باشید، شما این نوعی رو میگم، نه منم ندارم، بله بله، من بسیاری الان بسیاری از تحصیل کرده ها هستن که هنوز گرفتار عقیده های مذهبی هستن، هنوز بند نافشون به آسمون وصله، نهایت اسم خودشون رو میذارن عارف، مثلا میگن ما رفتیم عرفان، یکی میره درویش میشه، یکی میره عارف میشه، همه اینا مالکشان جهانبینی مذهبی هستن آقای سعودی. و جهانبینی علمی هم مالکش های خودشو داره، گفتم انحراف هایی وجود داره در دنیا، یه عده دنبال به اصطلاح انقلاب طبقه کارگرن، یه عده نظریه حکمتیزم دارن، یه عده ماویستن، یه عده دنبال فیدل کاسترو هن، اینا هم مالکش های مختلفی هستن. ولی لب مطلب و اساس مطلب در جنبش چپ جهانی به نظر من سوسیال دموکراسیه. سوسیال دموکراسی برداشت علمی از جنبش چپ در جهانه و همون چیزی که البته من نمیدونم آقای جناب سرهنگ اخیری‌پور مینویسند سوسیال دموکراسی نهادینه در ایران، میخوام بد نیست به اون بپردازم که این جمله من نمیدونم منظور ایشون چیه، ولی من این جمله رو درستیش رو در دوران پهلوی ها جستجو میکنم. ما در دوران پهلوی ها بذارید به صحرای کربلا بزنم، در دوران پهلوی ها در کشورمون دو تا چیز داشتیم که این دو مرد بزرگ با سپر کردن سینه شون مردانه برای تثبیت این دو چیز قدم برداشتن. 200 سال دیگه شاید ملت ایران ارزش این کار بزرگ رو درک بکنند. من امروز انتظار ندارم بعضی از مالکش های چپ، بعضی از ملیون این چیزها رو بفهمن که این دو مرد بزرگ خواسته یا ناخواسته در چه مسیری قدم برداشتن و با چه شهامت و با چه از خودگذشتگی، اگرچه که از نظر دانش و آگاهی جزء الیت جامعه ایران هم شاید نبودند. شاید این انتقاد بر پهلوی ها وارد باشه که آدم های فکور آنچنانی هم نبودند، ولی این دو مرد شرف داشتند، میهن پرستی داشتند و این دو پدیده رو پیش بردند و مدیریت کردند در ایران. یک، سکولاریسم برای ایران، یعنی مانع شدند از اینکه قوانین مذهبی از سوی مجلس ما بیرون بیاد، فقط قوانین عرفی از مجالس ما بیرون اومد. با وجود مشکل بزرگی به نام قانون مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت، که 5 تا عالم باید در مجلس فیلتر بکنن قوانین رو چنانچه با شعائر اسلامی و شیعه جور باشه این قوانین تصویب بشه، ولی این دو مرد مانع از این کار شدند، زدن تو سینه این آخوندها و اونها را از این عرصه بیرون روندند. علاوه بر این که اونها را از عرصه آموزش و پرورش و قضاوت بیرون کردند و نظام سکولار رو به مردم ایران هدیه کردند. دومین کار بزرگ و سترگی که این دو مرد بزرگ کردند زمینه سازی برای سوسیال دموکراسی در ایران بود. آقای سعیدی، من هر چی میخوام چیزی نگم، ولی چون خود شما دونم که دلتون پره، بفرمایید. چون خود شما میگید زدید به صحرای کربلا، پس اجازه بدید خب منم اگه از شما از امام حسین میگید منم از یزیدم بگم.
خواهش میکنم. ببین عزیز دلم، شما میگی این دو مرد بزرگ آمدن و آخونده رو بیرون زدن، کنار زدن. ببینید اینها اگه اون بزرگی که شما فکر میکنید بودن، اولین کاری که میکردن، اگر شاه قانون مشروطه بودن باید اون قانون رو اجرا میکردن، اگر اون رو قبول نداشتن باید به کمک مردم، به کمک مجلس عوضش میکردن. دوست عزیز من، شیعه دین رسمی ایرانیان بوده، افراد دیگه از هیچ دینی نمیتونستن یه مقامهایی رو داشته باشن. نامه های شاه و ساواک هست که حتی بهایان که اینقدر ملت میگن بابا بهایا نور چشمی بودن و پارتی داشتن و تمام شغلا جان. ببینید شما که میگید به من تا بسم الله شو میخونم. بله. بنابراین اگر ارتباطاتمون طوری باشه که هم شما به من کمک کنید که تمرکز افکارم از بین نره، هم من در واقع فرمایشات شما رو به دقت گوش بدم. بله. این کمک میکنه به رشد به اصطلاح خوب اجرا شدن. کاملا قبول دارم. حالا چون شما گفتید دوستان هم شرکت کنن، این دوستمون روی فیسبوک برای شما نوشته دربار پهلوی امام جمعه داشت. بله بله. حالا اینو من باز میکنم، من حتی بیشتر از شما میتونم انتقاد بکنم از اون دوران، بیشتر از شما و بینندگان. خب من میدونم و اشکال ما هم همینه با دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن. میگم بابا ما تلویزیونایی که میچرخونیم 39 تا از این تلویزیونای 40 تایی داره خوبی های شاه رو میگه. آخه بی انصافا یکی بله بی... کمی هم از ایرادهای اون زمان هم بگیم جناب سوزی. یک اشکالی که وجود داره این هستش که ما گفتم در یکی از برنامه ها عرض کردم که هر چقدر ما به از اون دنیای متمدن اروپا فاصله میگیریم، آدم هایی رو میبینیم که شیفته نظرات خودشون شدند و فقط حرف خودشون رو میزنن، پرچم خودشون رو تو دست گرفتن، هیچ دوست ندارن نظرات مخالف رو گوش بدن. نه من از اون تیپ آدم ها نیستم آقای سردی، در برنامه های گذشته هم اینو ثابت کردم به شما. الان هم در رابطه با سؤال جناب عالی من این مطلب رو عرض بکنم، اگر به برنامه 4 به اصطلاح می که 10 دقیقه من اومدم مطلبی رو عرض کردم توجه کنن عزیزان، جواب این قضیه اونجا. حالا من یه پیشنهادی به شما میکنم آقای سعیدی، چون من قبلا از آقای پرچیزاده ایراد گرفتم، از دکتر حخاب که دکترم نبود ایراد گرفتم. به نظر من تو برنامه‌های تلویزیونیتون خیلی به برنامه‌های گذشته میتونید بگید دوستان برنامه‌ها رو ببینن اگه صحبتی بود، ولی ببینید الان کسی که مخصوصا این روزها تو این زندگی که ما داریم، طرف الان اومده نشسته شما. من گرفتم متوجه شدید چی میگم؟ مثل اینه که توی مهمونی یه نفر ماشینش خراب باشه، بگی شما یه مکانیک خوب میشناسی، شما بگید که من اون دفعه ماشینمو بردم اونجا، بگی خب کجاست، بگی حالا بعدن بیا تو بهت بگم، دیگه اصلا بعدن این ممکن شما رو نبینه. همین الان بگید که فلان مکانیکی. بعد این دوست عزیز شما وقتی اینجوری صحبت میکنید و من اون موقع نمیتونم ساکت باشم، دلیلم همینه که اتفاقا ممکنه یه بینندهی مخصوصا جوانها الان داشته باشن نگاه کنن و بعد بگه ای بابا این سوربی که دیروز اینو میگو عجب آدم بی‌انصافیه، این چیزایی که آقای سعیدی الان میگه، آقا این دوتا اصلا فرشته نابغه باسواد و دین خودشون تو خونهشون. من برام مهم نیست که آقای رضا شاه سینه میزده دین داشته، دین داشته باشه، ولی ایشون دینش تو خونه نگه نداشت. ایشون حتی بچهش یک اصلا بچهش پایه و اساس این آخوندا و رفاه بخشیدن به اینها و سربازی نرفتن و تو دفتر تو کاخ حتی خودشون. بله آقای جابی عزیز. بله. من قبول دارم اینا رو و الانم به اون اشاره میکنم. بله. اگه اجازه بدید. بله بفرمایید. یعنی میخوام بگم که این برنامه ها رو به صورت مقطعی انجام بدیم. بله. بله. اولا بله بله. اولا به نظر من این ارزشو داره که شنوندگان عزیز برای اینکه اصطلاح در جریان باشند، این ریفرنس هایی که من دادم، تاریخ هایی که گفتم رو برن گوش بدن، چون تو اونجا به سوالات جواب داده شده، ولی الان باز تکرار میکنم. ببینید من اول باید واقع‌بین ما باید باشیم.
جامعه ایران به واسطه عقب افتادگی چند سده‌ای که داشته اینقدر وضعش به اصطلاح چطور بگم که به کسی بر نخوره، در یک کلمه ما یه جامعه عقب افتاده هستیم آقای سربی. در کشور ما اون زمانی که اروپا داشت، اروپایی‌ها داشتن کشتی‌هاشون رو بادبان‌هاش رو اضافه می‌کردند، حجم کشتی‌هاشون رو بزرگ می‌کردند و می‌رفتن دنبال علوم مختلف، تحقیق، تفحص، این بر اون بر دنیا دنبال بازار می‌گشتن. ما داشتیم قطر فقه شیعه رو زیاد می‌کردیم، ما داشتیم کتاب‌های فقهی می‌نوشتیم. پس جامعه ما در یک اضمحلال و یک سقوط به اصطلاح بوده و همچنان بخش بزرگی از جامعه ایران گرفتار این به اصطلاح کمبود چیز فرهنگی هستند، باورهایی دارند و گرایش‌هایی. من نفی نمی کنم اینکه جامعه ایران یه جامعه که بخش بزرگیش این افکار رو دارند، ولی جامعه آینده ایران توسط اونا که قرار نیست ساخته بشه، که اون 80% که اینطوری هستن اصلا نقشی ندارن، اونها فقط و فقط وسیلن. اون 10-20% بالای جامعه که دارای افکاری هستن، اونا هستن که باید دست این 80% رو بگیرن، اونا رو از گذرگاه‌های تاریخی عبور بدن، بلکه در آینده یه چیزی دستشون بیاد تو دهنشون بذارن. چون دنیا دنیای رقابت، آقای سوربی عزیز، تمام دنیا هم مثل اژدها دهان باز کرده، هر جا ملت فقیر کمدانی وجود داره اونا رو ببلعن. بله ممنونم آقای سعیدی. ساعت 4 شد، من اصلا متوجه نشدم، صحبت خوبی بود. اجازه بدید ما اشتباهمون اول کار این بود که باید به دوستان میگفتیم اگه اونها هم میخوان میتونن از طریق تلفن، از طریق فیسبوک وارد بشن. این کار رو دفعه آینده انجام میدیم. از دوستانی که روی فیسبوک بودن، نظر دادن، نظر نوشتن، ممنون و متشکرم. از آقای سعیدی بسیار ممنونم. آقای سعیدی مجبور هستم که با شما خداحافظی کنم تا برنامه آینده. جناب سعیدی، فقط تا جمعه دیگه که در خدمتون هستم این ایمیل رو هم شما لطفاً به دوستان بفرمایید که اگر چیزی دارن ایمیل کنن برای خود شما. برنامه رو که ببینید میبینید که زیر عکس شما iranian.tv24@gmail.com هم بود و هر 15 ثانیه ای عوض میشه. ولی من تفسیر شما رو در تمام طول برنامه نداشتم و یه مشکلی در اصطلاحی. آره بذارید من همینجا به دوستان بگم، گاهی وقتی هم مخصوصاً ماها که از وبسایت‌های ایرانی بازدید می‌کنیم، این مودم و راوترمون یه خاموش روشن کنیم بد نیست. مرسی آقای سعیدی، باید بریم و ممنونم از اینکه با ما بودید. روز و روزگارتون خوش. دوستان عزیز، همینجا من هم با شما خداحافظی میکنم و میریم که برنامه های آقای حسن ارشاد جلسه 89 رو با هم ببینیم. خیلی ممنونم، متشکرم که تمام این دوستان راه ارتباط رو برای شما باز گذاشتن و شما میتونید باهاشون تماس بگیرید اگر اشکالی دارید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.